بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و چند دقیقه ای رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. بله، امروز من یک ساعت با شما هستم، 59 دقیقه با شما هستم، پس از اون با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا خواهیم بود. و اجازه بدید که من صدای این تلفن رو ببندم که یه وقت دوست و همشهری عزیزم تماس نگیره، آقای حسن خزائی. ممنونم، من پیامار شما رو گرفتم و مخصوصا امروز که آقای دکتر کاظم افشارها ساعت 3 هستن، قبلش برنامه کانون آوا بوده، بعد آقای دکتر افشارها، آقای حسن ارشاد هستن، اینجوری من نمیتونم کار کنم که شما بگید که من کامپیوترم درست شده، میخوام از امروز شروع کنم. شما دیدید تو آمریکا کسی که میخواد کارشو ول کنه دو هفته زودتر به اون یکی میگه، جایی هم که میخواد شروع کنه میگه من دو هفته دیگه شروع میکنم، یه هفته دیگه شروع میکنم. با همه این اوضاع و احوال شما میتونید از دوشنبه شروع کنید. بعد راجع به فکس شما گفتید، من الان سالهاست که فکس ندارم دیگه. فکس مال قرن 20 بود، خیلی هم وسیله خوبی بود، چه پولهایی هم دادیم، 800 دلار، 1000 دلار، بعد دیگه 300 دلار که شد خوشحال شدیم. الان شما 30 دلار میدی یه پرینتر، بهش میگن 5-in-1 پرینتر هست، اسکنر هست، دیگه چی، فکس هست، دو تا چیز دیگه هم هست، همه اینا رو انجام میده، 20 دلار 30 دلار چون اونا بهت میدن مجانی که بعد که میخوای مرکب یا جوهرشو بخری چیز کن. در صورت فکس ما نداریم، شما باید اگر دوربین دستی دارید با دوربین دستیتون عکس بگیرید، همراه ایمیل بفرستید، یا اگر با کامپیوتر میخواید برنامه‌تون شروع کنید با اسکایپ خودتون به اصطلاح وقتی که برنامه با شما هستیم که اونم از قبل تدارک دیده باشیم، به دوستان گفته باشیم، اون وقت شما اون کاغذ رو اینجوری ور میداری، بعدم مثل من که الان دارم نگاه میکنم کج نباشه، راست نباشه، این قابل خوندن باشه، اینجوری باشه، میاری جلو دوربین نشون میدی. این از قول معروف میگن اول چاه رو بکن بعدن برو منار رو بدوز، شیرازی ها میگن منار. و یه ضرب المثل دیگه بدتری هم داریم که میگی کسی که میخواد چیزی بخوره قاشق چیز خوریش باید همراهش باشه. یکی از دلایلی که این اپوزیسیون مونده و در جا میزنه همینه که نه چاه رو کنده نه قاشقش همراهشه. ولی خیلی خوشحالم برنامه روز چهارشنبه آقای یزدان خدابندلو میتونم بگم یکی از بهترین برنامه های ایشون بود. اجازه بدید که من این صفحه، آهان یه توضیح، باز اینقدر توضیح مونده آدم نمیدونه چی بگه. من وقتی به دوستان گفتم که همت کنید و این فیسبوک ما رو با دیگران شیر کنید، یه دوستی گفتم برام توضیح داد که آقا اینا ممکنه از سر کار باشن، ممکنه نتونن، ممکنه نخوان برای دوستانشون بفرستن که ما الان نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم و الی آخر. من هم قبول کردم و گفت اینقدر به این بیچاره ها چیز نکن. گفتیم چشم. Share on a friend timeline، نه برای خودم میخوام، friend چیه، بله friendی باقی نمونده، همه دوستان. خب share دوباره ببینیم چی میگه. آها، share on your own time، بله اینو الان من share میکنم با صفحه شخصی خودم برای اونایی که احتمالاً اونجا هستن و ما رو نمیشناسن، که دو تا صفحه داریم، یه صفحه مردم تیوی داریم، یه صفحه یه چیز. این روزنامه‌ای که بهتون نشون دادم، ببین آقای خزائی، ما با این همه امکانات باز بعض وقتا وقتی یه چیزی میخوایم راحت نشون بدیم به همون سیستم قدیمی کاغذ رو میاریم نشون میدیم یا میخونیم که دوستان بدونن این سند بود، مدرک بود، ما نشون دادیم. اولا من این آقای هوشنگ پوررنگ خیلی برنامه‌هاش رو دوست داشتم، یکی از مجریانی بود که اگه اشتباه نکنم یا بچه اهواز بود یا آبادان، بالاخره خوزستانی بود و خیلی راحت برنامه اجرا می‌کرد. سالها پیش از این که من بیام توی تلویزیون و برنامه اجرا کنم، خودم برنامه‌های این رو می‌دیدم و دوستش داشتم که چقدر راحت صحبت می‌کنه. چند بار با هم صحبت کردیم، یه بارم بعد از اینکه قلبش رو به اصطلاح
قلب عوض کرده بودن، یه قلب یه نفر دیگر بهش داده بودن، خیلی خوشحال بود و که از جوون هم جوونتر شدم، اینا صحبت کردیم. بعدم یه بار بیمارستان بود یکی دو سال قبل. در هر صورت این چیزی که اینجا نوشته هوشنگ پورنگ که یک دنیا شور و شادی و طنز داشت، یادش و روانش بخیر و بقیه ماجراها و سایر چهره ها. ولی اون چیزی که من به اصطلاح، اولا خب امیدواریم که فامیلش و دوستانش و اینها ما رو در غم خودشون شریک بدونن و بالاخره بالا یا به سرنوشت اگر اعتقاد دارید یا به هر چیزی، ایشون تلاش خودشو کرده، زندگی خودش هم کرده، یه اضافه زندگی هم از این ارگان دونه به اصطلاح از اونایی که عضوهای بدنشون رو به دیگران هدیه میکنن گرفته، ولی حالا دیگه بالاخره موقعش بوده که بره. بهتون میگم که ما دیگه نمیتونیم فارسی اونایی رو که داخل ایران هستن بخونیم، اشتباه کردن. ما دیگه حتی فارسی خارج رو هم نمیتونیم بخونیم. میدونید که تهران پست آقای اروانقی کرمانی اگه اشتباه نکنم سالهای ساله که این نشریه رو دارن و چند بارم هی دوستان گفتن اون داره میخره ولی من ندیدم عوض بشه، در اصل هستن. و جالبه اینجا روی صفحه اول نوشتن پورنگ فراموش ناشدنی، هوشنگ پورنگ با طنز فوق‌العاده دوستدار انسانها بود و آخرین زنش را بی نهایت عاشق بود. آقا این که بیچاره فوت شده، اولا زنهای قبلیش که ما نمیدونیم چند تا زن داشته که آخرین زنش، مثلا نگفته دومین زنش، چند تا زن داشته، اونام عاشق بودن آقا، با اونام بی نهایت عاشق بوده. بعد ویلا اینجوری نیست که آدم هی زن بگیره بگه حالا من اینو میگیرم برای دستگرمی ببینم بعدی عاشق تر میشم یا نه. این میدونید روی صفحه رو معمولا اون مدیر به اصطلاح نشریه می‌نویسه. آقا یعنی چی؟ و آخرین زنش را بی نهایت عاشق بود، یعنی اونها رو یه نهایتی داشت، مثلا 50 75 95، ولی این یکی رو دیگه نمیتونست براش شماره بذاره. چه میدونی شاید اگه زنده بود یکی دیگه میگرفت اونو بیشتر از این دوست دار. نکنید آقا، خراب نکنید. این است در صورت روان شاد، یادش گرامی باد. و این آقای هوشنگ پورنگ یه مصاحبه ای هم با محمد علی کلی داشت. ببینی آقای خزایی عزیزم به این صورت میاری نشون میدی به مردم، بعدم لازم نیست دیگه وقتی شما شروع کنی برنامه تو بذاری، شما حرفت میشه به اصطلاح سند، یعنی ما دیگه قبول میکنیم که این آقای حسن خزایی یه آدمیه که حاضر نیست برای 5 دلار 10 دلار 50 دلار 100 دلار بره دروغ بگه یا بیاد یه چیزای شایعه و کذب و اینها رو تو به اصطلاح رواج بده منتشر کنه. میره یه چیزایی رو پیدا میکنه، این خبر اون خبر خوشش میاد، میاد اونا رو برای من و شما نقل میکنه. خب این از تهران پست. ولی یه چیز جالبم دیدم، حالا اگه بتونم اونو پیداش کنم، باز اینجاست، نوشته که بازداشت پزشک قلابی ایرانی تبار به جرم آزار جنسی در هومه لس آنجلس. وقتی میگن هومه، خب لابد اون یه مقداری شهرهای دورترش، نیم ساعت یه ساعت رانندگی میکنه میره. بگو آقا ببین اینا وقتی آخه بگه پر رو رفتی بدونی که دکتر باشی مطب زدی توی گلندر، این دوستان ارمنی اونجا زیاده، رفتی اونجا مطب زدی، کسی هم نیومده بگه چی میگن، خرت بچنده کارت بچنده یه چی میگن، اون وقت پر روی میکنی به یک زن 28 ساله تعرض جنسی میکنی. این برای اونایی که فکر میکردن فقط دکتر محیطه که حمله میکنه به نمیدونم مریضاش و اینا، اصلا آدم های دیوونه زیادن. در صورت این آقا که نمیدونم مالک و مدیر یک کلینیک لیزر پوست و مو که بدون مجوز در شهر گلندن فعالیت میکرد، به اتهام تعرض جنسی به یک زن 28 ساله توسط پلیس این شهر دستگیر شد. گلندن شهری در حومه شرقی لس آنجلس است که جمعیت کثیری از ارامن ایرانی و آمریکایی در آن سکونت دارد. خلاصه ایشون علی آنتونیو نوزر،
48 ساله مالک یک کلینیک پشت، دوباره همون به یک خانم 28 ساله به اتهام لمس و رفتار نامناسب، و این هم از این ماجرا، این روزنامه یا نشریه تهران، فکر کنم ماهنامه باشه، نمیدونم، بذاریم به حال خودش. و من فقط چون هوشنگ پورنگ انقدر چندین بار خبر فوتش رو هی شنیده بودن و افشین برای من نوشته نام منو یاد بگیرین، مرسی، شما درست میگی، من وقتی میخوام درباره یکی صحبت کنم باید بگم. حالا اسم شما چیه؟ افشین آریا پیام. آریا پیام، اوکی. ببینید وقتی ما فارسی رو به انگلیسی مینویسیم، مثلا بین آریا و پیام یا یه فاصله بذارید یا پیشو بزرگ بنویسید که من بفهمم این آریا پیام یا نیست، آریا پیام هست، درستان ممنونم. یا شما که این به این فارسی قشنگی مینویسید و تایپ میکنید، فارسی اسمتون رو هم بنویسید که اگر یکی تو فارسی اشکال داریم از انگلیسی درستش کنیم، اگه یه چیزی از انگلیسی اشکال داریم تو فارسی درست کنیم. ممنون و متشکرم. آقای خزایی اگه برنامه منو دیدی برای دوشنبه آماده هستی، لطف کن یه پیام بذار، اصلا لازم نیست به من بگی با زحمتای ما چجوری. آقا اگه شما برای من زحمت بودید تلفن جواب نمیدادم، اصلا مینداختم سطل آشغال، مثل اونایی که آشغال هستن. این تعارفا رو بذارید کنار، شما اگه خواستی برنامه بذاری، مثلا میزنم همون روزنامه تهران پست یا هر جایی که مرجعت هست، بی بی سی، رادیو فردا، وایس آف امریکا، این روزا دیگه کمبود نداریم، خیلی قشنگ خودمونی اینجوری صحبت میکنه. حالا سلام علیک به سربی و فلان، نه، سلام به بینندگان و شنوندگان، من حسن خزایی هستم از فلوریدا یا از کالیفرنیا، برنامه اخبار، خلاصه اخبار، فعلا خلاصه‌شو شروع کن، خلاصه اخبار رو به سمع و نظرتون میرسونم یا چه میدونم گوش و چشمتون میرسونم، چی بگیم والا. در اصل بعدم میگید که مثلا امروز آقای اوباما این کار کرد، دیروز آقای ترامپ این کار کرد، فردا خانم هیلری کلینتون قرار بیاد اینجا. و اگه دوست داشتید میگید، مثلا میگید بی بی سی اینو نوشت، تا روزی که بتونیم اینا رو نشون بدیم 10 دقیقه خودتون لیمیت کنید به 10 دقیقه و شروع کنید برنامه رو. اگه دیدیم خوبه، مردم استقبال میکنن، تشویق میکنن، به خودتون تماس میگیرن، اینها بیشتر و بیشترش کنید، بعد اصلا برنامه خودتون رو جدا کنید. گفتم سالها پیش اینجا خانمی بود به نام، یا هست هنوز، خانم مریم جعفری که برنامه اخبار قبل از برنامه چشمنداز پرسپکتیو آقای محمد علی ابوقداره و اینها رو میگفت، خیلی هم تو کارش به اصطلاح وارد شده بود. چرا؟ برای که هی هر روز تلاش میکنی بیشتر یاد میگیری و بهتر کارت انجام میشه. امیدوارم شما هم اینجوری باشی و تعارف و کنار بذار، بی برنامه گیرم کنار بذار. رفته بودم برای فرم این و فرم اون و اینها، بعد آخرش بگی که حالا میتونی دوتا پیام پخش کنی. نه، شما پیام که برای من میذاری، اگه نمیخوای پخش بشه همون اول برنامه، حتی قبل از اینکه اسمت رو بگی، بگو سوربی، آقای سوربی، کاکو جون، این پیام برای خودت، این دیگه تموم شد. نه اینکه پیامه رو بگو برو تا آخر و بگو حالا برای خودت بود یا برای اون بود فلان. یه چیزایی رو اینجا میگن بیسیک، یه چیزای ساده و آسون، اولیش رو یاد بگیریم مشکلاتمون حل میشه. من این رو بیارم این، و شما هم دوستان مثل ما این همه کلید و نمیدونم از این کارتا و این چیزها رو دارید، حالا ما رفتیم مثلا اون روز لوت کردیم، خون دادیم، حالا این سازمانه ول نمیکنه، هر 14 روز یه نامه می‌نویسه میگه 14 روز پیش خون دادی، الان میتونی دوباره نمیدونم خون بدی، پلازما بدی، این بدی، اون بدی. چشم میان، چشم. خب روز شکرگزاری آمریکا، آقای اندی و همسرش خانم شینی در کالیفرنیا، ما نفهمیدیم بالاخره این ایروین هست، ایروین هست، چی هست، ولی بذارید من عکسشو براتون نشون بدم. آقای اندی، اندی من همیشه گفتم برنامه‌هاش خوبه، چون خیلی با مردم خودمونیه، مردم هم دوستش دارن، یعنی دیگه چی میگن حالا، یا
سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، یا اینکه هر چی مردم دوستش دارن، حالا هر کی هم هر نظری داره برای خودش داشته باشه. سلکت ایریا، بذارید من اینو بیارم اینجا بذارم روی صفحه کمرای دو به شما نشون بدم و از این بالا منتظر ویدیویی هستم که برای این ایونت یا برای این برنامه بسازه بفرسته ما هم نشون بدیم. ولی الان چون 20 روز وقت داریم، ما از هر روزش استفاده میکنیم که برنامه اندی رو پروموت کنیم. پروموت کردن یعنی آگاهی دادن و آگهی کردن، هر دوتاش. بعد مثلا یه نفر میگه سر جا پروموشن گرفت، یعنی ارتقا مقام پیدا کرد. در صورت لایو این اورنج کاونتی، اندی فیچرینگ شینی، اندی به همراه شینی تنکسگیوین روز شکرگزاری. معمولا میدونید که چهارشنبه هست که میشه آخرین پنجشنبه، ولی این چهارشنبه روز شکرگزاری 25 یا پنجشنبه 24 تنکسگیوین ترزده. آها، پس این شب تنکسگیوینه. بله، چهارشنبه، در هر صورت تاریخ نوشته چهارشنبه 23 نوامبر، هتل ایرواین. من اون چیزی که کالیفرنیا بودم شنیدم، حتی اگه اشتباه نکنم این خانم پاریس هیلتون یه جایی نزدیکی های اونجا زندان بود که ما وقتی میرفتیم برای خانم هیلری کلینتون نشون میدادن، میگفتن پاریس هیلتون هم تو این زندان است. در هر صورت تیکتینگ اند انفورمیشن برای تهیه بلیط و دریافت اطلاعات و انفورمیشن با شماره تلفن 949، بذارید این قسمت رو براتون بزرگتر نشون بدم که ببینید، این هم 4-3، بله از اینجا اندی تا اینجا بفرمایید. بله، شماره تلفن 949-600-7-68 و برگزار کنندگش اسپانسر بر US VIP. VIP که میدونید Very Important People یا Very Important Person، یعنی آدم های خیلی مهم و خوب. ما اینجا به شوخی میگیم VIP یعنی Very Important Persian، یعنی آدم های ایرانی که خیلی مهم هستن. در صورت اندی هر وقت برنامه گذاشته کاراش قشنگ بوده و مردم بابت اون پولی که دادن به اصطلاح لذت بردن و این بار هم همینطور خواهد بود. بذارید ببینم این جمعه 14 آبان، این تاریخ تلفن و شماره، این هم 4 نوامبر و این هم شماره تلفنی که میتونید تکس هم بفرستید کدومش بود. بله، هم تکس هم تلفن هم پیام. و ممنونم آقای خزایی، امروز فقط روی یه تلفن اون پیام گذاشته بود، این کار خوب و درستی، ولی ما فکس نداریم. فکس داشتیم از بس ازش استفاده نکردیم دیگه کار نمیکنه. یعنی فکس هم آنلاین داشتیم. چرا آنلاین گرفتیم؟ یه دفعه اتفاقا به این آقای سکویی دیوانه گفتم آقا تو رو خدا اینقدر این نیا تو تلویزیون بگو برای ما فکس فرستادین، ما زنگ زدیم به FBI. آقا من دفتر بیمه داشتم، صبح که میرفتم اونجا تمام این صفحه ها پر شده بود، کاغذ ها ریخته بود پایین، جوهره اونم تموم شده بود، هی $40 $40 $40. این ور پرسجو کردیم، اون ور پرسجو کردیم، گفتن آقا به جای این که مستقیم همه بیان توی فکس ماشینتون، اون موقع تازه حالا کامپیوتر ما یاد گرفته بودیم سالهای 80-90 خورده، گفتن که شما اگر فاکس میشه روبا، اگه فاکستون رو بذارید روی سیستم کامپیوترتون همه اینا اول میاد تو کامپیوترتون، اون وقت شما یکی یکی نگاه میکنید، اینو میندازید دور، اون یکی رو نگاه میکنید، اون آگهیه، اون اینجور. چون فاکس مثلا یه چیز رنگی و یه نفر اگر فاکس میکرد، اینجا جوهر شما مخصوصا اون اوائل فاکس سفید سیاه بود فقط، الان فکر کنم سیاه سفید رنگی نیست، شاید نمیدونم، شاید این فکس های جدید رنگی هم انجام بده، در صورت نمیدونم. این کار خیلی ساده بود و ما این کار رو کردیم. You want numbers for monthly؟ نه دیگه، به قول معروف too late. ما با یه کسی میخواستیم یه چیزی ازش بخریم، بهش میگم خب شما نرخش و اینا رو بفرست، از همون کلک های قدیمی معمولا دیلرها این کار میکردن. نه، ما رو باش تلفن نمیتونیم شماره رو بدیم، مبلغ رو بگیم، شما بیا اینجا. وقتی هم میری اونجا
میگی آقا شما مثلا گفته بودی 4000 دلار، این که میشه 4600. میگه بابا عیب نداره که 60 ماه میخوای قسط بدی ماهی 10 دلار. حالا شما برای ماهی 10 دلار میخوای معامله رو به هم بزنی، میذارن توی اینجا میگن کورنر، یعنی یه گوشه گیرت میارن، بعد شما هم خجالت میکشی یکم. من با پررویی نیست، بدون اینکه خجالت بکشم، ما کار اشتباهی نکردیم که خجالت بکشیم، اون دروغ گفته. بهش میگم نه ماهی 10 دلار نیست، 600 دلار. شما اگه برات 600 دلار اهمیت نداره، 600 دلار الان بده به من، من میذارم تو جیبم، ماهی 10 دلار قسط اینو اضافه میدم. ماهی 10 دلار اینجا، ماهی 5 دلار اونجا، ماهی 100 دلار اونجا، آخر کار اون چیزی رو که رفتی با زحمت خریدی، بانک میاد ازت میگیره میبره. اون وقت میری شما به این آقا بگی آقا تو بودی که گول من زدی. در هر صورت به این آقا گفتم که نه، شما اگر توی قرن 21 هنوز اینقدر آنست یعنی صادقانه با صداقت معامله نمیکنی که بگی آقا من آقا نرخمو نوشتم گذاشتم از سال 2006 تا حالا، هر کی میخواد براش میفرستن، برنامه زنده این، برنامه از قبل پخش شده اون، تکرار این، مگر اینکه بخوام دزدی کنم مثل اون طرف تیمور لنگ، بگم آقا پول یعنی چی، شما بیا اینجا. بعد طرف گفت آقا صد رحمت به شما، شما میگی ساعت 50 دلار، ساعت 20 دلار، این همه میگه پول بدید، قرار دارم قطع میشم، پول بدید دارم قطع میشم، قطع بشی بری بمیری راحت بشی. در هر صورت اینم از روز شکرگزاری آمریکا. اندی شینی با شما خواهند بود در کالیفرنیا در هتل ایروین، و آقای حسن ارشاد امروز جلسه 103مین خود رو به بررسی دلایل پلمهای اخیر به اصطلاح اختصاص داده، اون رو ساعت 4 میبینید. امروز که بگذره از دوشنبه برنامه ما ساعت توی آمریکا یک شنبه صبح عوض میشه، ساعت تغییر میکنه. دوستان این روزا خیلی ساده است، اگه شما ساعتتون تغییر کرده خیلی قشنگ اون بالا بزنید What time is in New York، What time is in نمیدونم شیخ علی چوپان، کامپیوتر بهتون میگه. در صورت امروز ما برنامه کانون آوا رو یک ساعت به وقتی که اونها نوشته بودن زودتر شروع کردیم، دلیلش این که وقت ما هنوز عوض نشده، ساعت و تایم اونها عوض شده، که خدا لعنت نکنه اون کسی که اینو شروع کرد، اون بیچاره با یه هدف خوبی بوده، الان که دیگه زندگی شبانه روزی هست دیگه این انرژی اینجوری، من فکر نمی کنم چیزی سیو کرده باشه. این هم از اگر دوستان روی فیسبوک امروز تصویر ما رو اینجوری میبینن، یکم تقصیر خود منه. ما هی با فیسبوک تماس گرفتیم گفتیم بابا شما چرا این همه جا رو ول کردی اون بالا رو نشون میدی، حالا اونا اومدن رزولوشن یا اندازه صفحه رو عوض کردن، ما با اون سیستم قدیمی هستیم، باید توی این ویکند درستش کنم. این بچهای جوونم که این کارا رو میکنن فکر میکنن ما مثل خودشون تق 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 میزنیم عوض میکنیم، نمیدونم بابا، باید اولا ما باید یاد بگیریم، دوما حالا که یاد گرفتیم معنیش این نیست که بلدیم به کار ببریم، باید امتحان کنیم ببینیم میتونیم یا نه. سعی میکنم برای دوشنبه درست باشه. بله یک شنبه معمولا ساعت 2 صبح وقت رو میکشن عقب، قانونش هم اینه، میگن پاییز عقب رو، بهار جلو رو، یعنی پاییز یک ساعت، ساعت رو میبرن عقب که از روز بیشتر استفاده کنی، بهار یک ساعت میارن جلو که دیگه ما نمیدونیم کدومش حقیقیه، فراموش کردم ببخشید. خب دکتر کاظم افشارها 3 بعد از ظهر، هفته پیش ایشون نبود و در سفر بودن و برنامه خودشون رو تقدیم کرده بودن، این حالا تقدیم یا اهدا کرده بودن یا داده بودن، آخه این تقدیم که میگیم فکر میکنیم حالا مثل اینایی که میان مالیات میدن به کوروش و نمیدونم به شاهان و دیگه دولا میشن، نخه، من بارها گفتم کانون آوا این برنامه رو به شما تقدیم میکنه، یعنی با احترام به شما میده، نمیندازه جلو. خلاصه ایشون برنامه‌شون رو دادن به آقای دکتر نصر احمدی، آقای دکتر نصر احمدی با شور و هیجان آمدن برنامه اجرا کردن و از اون روز تا امروز ما هنوز مکافات داریم. هی دوستان میگن آقا ایشون معلوم نشد چی گفت، کجا میخواست بره. آقا این اشکالیه که دوستان بعضی ها میگن فرهیخته، بعضی ها میگن فرهیخته، ما نمیدونیم کدومش درسته، مهم اینه که وقتی من میگم فرهیخته شما میدونید منظورم چیه. در هر صورت این اشکالیه که این دوستان دارن، و الا آقای افشارها میاد قشنگ میگه من برنامه‌مو با این شعر
یا با این آیه یا با این سوره شروع میکنم، در با وجودی که میگه من لازم نیست درباره چیزی بحث روزو شروع میکنه صحبت میکنه، بعدم میگه حالا اگه دوستانم میخوان تماس بگیرن من تا یکی دو ساعت اینجا هستم. اون چیزی که من یاد گرفتم آقای افشارا اینه، دوستانی که میخوان تماس بگیرن مایلن همون موقع که شما داری برنامه اجرا میکنی زنگ بزنن با تلفن شما اونجا چیز کنه صحبت کنن، ولی اونای دیگه ای که ایمیل و اینها هستن به اصطلاح شما نشین اونجا، اونا یه وقت این دو صبح میان نگاه میکنن، چهار صبح میان نگاه میکنن. در صورت من برنامه‌ام که تموم میشه میشینم اینجا آرشیو درست کنم اینها، ولی نمیشینم که کسی زنگ بزنه. اگه کسی زنگ زد پیامگیر پیامش رو میگیره، اگه کسی ایمیل فرستاد، اگه کسی با فیسبوک کامنت فرستاد و اینها، بعد من پاسخ میدم. و اما بریم سراغ آقا رضا. من دوستان موندم، این دوست ما آقا رضا تا اونجایی که من میدونم فارسی بلده، انگلیسی بلده، تازه میگه من فرانسه بهتر از این دوتا زبون بلدم، چون برای من نوشته بود که آدرس آقای رزاقی رو به من بده، آدرس ایمیلش، تا من باهاش تماس بگیرم بهش به فرانسه یه چیزایی بگم. اولا دوست عزیز من آدرس ایشون رو ندارم، برای فیسبوک فرستادم. من با فیسبوک با ایشون در حال تماس هستم و با اسکایپ تماس میگیرم. اسکایپ کسی رو من به کسی نمیدم، چون اسکایپ مثل شماره تلفن حقیقتا، مگر اینکه خود ایشون براتون بفرسته، ولی با فیسبوک. ولی تعجب من از کسی که سه تا زبان بلده که من میدونم، چند تا زبان دیگر رو کاملتر یا ناقصتر بلده من نمیدونم. حالا چرا زبان دونستن مهمه؟ شما وقتی یه زبانی رو میدونی یعنی با فرهنگ اونها هم آشنا میشی. مثلا منی که یه مقدار آلمانی میدونم یه مقدار فرهنگ آلمانی میدونم، وقتی میام زبان انگلیسی یاد میگیرم یه مقدار، اصلا زبان یکی از چیزهای فرهنگ، یعنی خود فرهنگ مجموعه زبان هست و عادات و کارهایی که میکنن میشه یه فرهنگ. الان باور کنید 9 دقیقه مونده بود به برنامه‌ام که این آقا رضا برای من اینو نوشت که برو به ترامپ رای بده، نگو که من نمیخوام رای بدم. And all you said about Bill Gates، آها میگه تمام این چیزایی که شما درباره بیل گیت و فاندیشنش و بنیادش رو گفتی، you are propaganding. عزیز من شما اصلا معنی پروپاگاندا رو میدونی؟ پروپاگاندا، من به شما یه پولی میدم، یه ماشینم میدم، یه بلنگوام میدم، مثل شعبون بی مخ را بیفته تو خیابون برای شاه تبلیغ کنی، این میشه شما داری برای اون پروپاگاندا میکن. یا من با آقای بیل گیت یک دشمنی داشته باشم یا یه دوستی داشته باشم، فکر کنم پروپاگاندا رو در دو جهت هم میشه استفاده کنی. آقا من برات مقاله آوردم نشونت دادم که کی فرستاده، اون وقت شما میگی من دارم پروپاگاندا میکنم؟ واقعا شیم آن یو. و ای خاک بر سر من و تو که سه تا زبان یاد گرفتیم ولی هنوز آدم نشدیم. آقا من تو آمریکا حق دارم رأی بدم یا رأی ندم؟ شما تو فرانسه یا هر جای کوفتی دنیا نشستی به من دستور میدی؟ خجالت بکش و واقعا بعدا بنویس، بنویس سوربی درست گفتی و من شرمنده ام. شما میخوای من رأی بدم؟ $500 بفرست بیاد تا من رأی بدم به ترامپ. آقا وقتی من باور دارم اینجا وایت هاوس شده خریدنی، شده اجاره‌ای، من که نمیخوام برم اونجا. هر احمقی میخواد بره بره اجارهشو بده، به من چه؟ مگه کسی میخواد بره یه جا اجاره کنه من میرم رأی بدم که این اجاره کنه یا نکنه؟ تازه رأی من اصلا کار نمیکنه. منم مثل شما یه زمانی فکر میکردم اینجا دموکراسیه، یه زمانی فکر میکردم به گفته آقای یزدان خداوند رو تفاوت سلطنت و ولایت فقیه با جمهوری اینه که جمهوری مردم رأی میدن، بعد ببینم نه آقا کجا مردم رأی میدن، آقا مردم به الگور رأی دادن. کی رفت تو کاخ سفید؟ یه احمقی مثل ترامپ. عذر میخوام اینو میگم آقا رضا، من امروز عصبانی ام و اجازه بده یه دو تا کلمه احمقم به شما تقدیم کنم. آخه مرد حسابی، this is the mentality I disagree strongly about your TV. آقا disagree باش تا هم جون شما در بره هم جون من در بره. قرار نیست شما با تلویزیون موافق باشی. برید مصاحبه آقای مایکل
ببینید با این آقای علیرضا امیرقاسمی کی ما میخوایم آدم بشیم. میگه آقا من تقلید خواننده رو میکنم که مردم خوش باشن، خواننده احمق اومده بهش فوش داده، طرفدارای خواننده هم اومدن بهش فوش دادن. من منتالیتی نداره تلویزیون مردم. از خود شما احمق چند بار خواستیم بیا صحبت کن؟ فکر کنه شما همونی که گفتی من تو سازمان مجاهدین بودم، نمیدونم بالا و پایینشو میدونم، ولی میترسی. حالا آقای رزاقی آمده داره صحبت میکنه، تازه به آقای رزاقی میخوای بگی که چی بگو چی نگو؟ به من که میخوای بگی به کی رأی بدم به کی رأی ندم؟ ببخشید آقا، تفاوت شمای احمق با آقای ولایت فقیه احمق با شاه احمق چیه؟ اینو برای من توضیح بده. هر وقت جرأت کردی، جسارت داشتی، شهامت داشتی، 5 دقیقه بیای مهمون من باشی، اون وقت بیا توضیح بده. بله، داشتم برنامه نگاه میکردم، تلویزیون اندیشه، خانم سایان نمیدونم چی، حالا این روانشناس بود، حالا شده مجری برنامه سیاسی، اب ندارد. آقای فخرآور آورده بود، فخرآور ده به دروغ، یه آقای دکتری آمده بود، دکتر جوانی بود به نام دکتر امیر گل علی پور. میگه آقا اصلا همچین چیزی که میگی شما هیچ جا نیست. اون خانمه میگفت که بله هست، ویدیوشم برای من فرستادن، ولی من نخ نکردم نگاه کنم یا بیارم اینجا. ببینید دروغ چجوری میگن. بله همچین چیزی گفته، ویدیوش برای من فرستاده، من وقت نکردم نگاه کنم. آقا برو اون تلویزیون رو نگاه کن، که اگر منتالی شما داشته باشی با اون منتالیتی با اون روانی ها جور در بیا. شما میتونی رأی بدی به ترامپ؟ تو این کشور هستی، برو رأی بده، برو تقلبی 2 بار 3 بار رأی بده تا بگیرن چوب تو آسینت بکنن. غلط میکنی به من بگی به کی رأی بده به کی رأی نده. غلط میکنی بگی من دارم پروپاگاندا میذارم برای من چه کار بیل گیت دارم. بیل گیت گفتن آقا این قاب پولاشو، منم چی گفتم؟ گفتم آقا میگن همه پولاش، همه پولا رو نمیده، 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 1 میلیارد میذاره، بعدم وقتی یه نفر 100 میلیارد داره میگی من آقا 100 پولمو گذاشتم. اینجوری میدارتش پایین. آخه من اصلا خجالت میکشم الان دیگه به شما بگم مرد حسابی، همش باید بگم مرد ناحسابی. You don't hear Arabic instrument and for who? For Arab golf? No. چی داری میگی شما؟ Arabic instrument یعنی چی؟ یعنی موسیقی عربی؟ اصلا اون بس آقای شقایق چیکار با خانم گودرزی داره، یا شقایق خانم چیکار با گودرزی داره؟ دیگه میدونید دیگه، البته ثابت کردن گوز شقیق رابطه داره. نمیفهمم یعنی چی. شما از آقای رزاقی شروع کردی، آمدی رفتی به ترامپ، آمدی رفتی به بیل گیت، حالا هم رفتی به اینسترومنت عربی. ببخشید اجازه بدید من اینو بهتون تقدیم کنم، نامه شما حاصلش اینه. چون کسی که اینقدر احمق باشه به یه مجری برنامه، به یه کسی که میاد صادقانه میگه من به کی رأی دادم تا کنون، به کی نمیخوام رأی بدم، اینجوری دستور میده، هیچ چیزی به غیر از این و این گیرش نمیاد. اینم بگیرید 100 بار بذارید روی تو تا جونتون در بیاد. بس دیگه. خب اینم از این، اینم از آقا رضا که تا اونجایی که میخورد بهش دادیم، اگه بازم کمه تو بده. و اما این پیام فکر کنم آقای همشهری اون باشه که چطوری با زحمتای ما بذارید اونه. الو سلام علیکم. بله این آقای حسن خزایی است، پیامتون رو گذاشتم ولی امروز وقت ندارم. و یه پیامی هم از دوست ایرانی زندانی دربند آقای محمد شریفی گرفتم. من نمیدونم چرا آقای محمد شریفی این شماره تلفن 703-957-6150 رو زنگ میزنه و اون من اگه اینجا هم باشم این من نمیفهمم، میره رو پیامگی، ولی این تلفن تو و تو میبینید میگم صداشو ببندم. این اقلا اگه اینجا باشم صداشو میشنوم که زنگ میزنه. در اصل این بنده خدا میدونه که از زندان وقتی تماس میگیرن یه امکانات محدودی دارن. قدیما به هر کسی زنگ میزدن کلک کال بود، خانواده زندانی ها دوستاشو شکایت کردن بابا این بیچاره که افتاده زندان ما باید خرج زن و بچهشو بدیم، حالا وقتی هم تلفن میزنه ما 20 دلار 30 دلار باید پول تلفن بدیم، تلفنی که الان دیگه نزدیک به مجانی شده. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن آقا پول میریزیم تو حسابش، از داخل تلفن از داخل زندان زنگ به هر کسی میزنه
اینجوری باشه. گوش بدید این پیامه خیلی قشنگ میگه که اگر میخوای جواب فلانی رو بدی 5 رو فشار بده، 1 رو فشار بده. یکم طول میکشه تا برسه به اصلیش، ولی گوش بدید اگر کسی میشنوه صدای منو، چون من وقت نامه نوشتن برای آقای محمد شریفی رو ندارم. ضمن اینکه برای من یک نامه اومد که این از اون زندانم تغییر کرده، رفته یه زندان دیگه و من برنامه‌شو نشون دادم، ویدیوش هست، تا اونجایی که میتونستم کمک کردم. چند تا دوست خواستن حمایت کنن، بهشون گفتم به پدرشون تماس بگیرید، چون پدرشون میتونه ببره پول توی حساب زندانش بذاره. ما نمیخوایم کار غیرقانونی انجام داده باشیم، ولی بشنوید با همینو. این دور میزنه نوار، چون حالا آخرش اومده. Hello, you have a call at no expense to you from محمد شریفی. میگه که شما یه تلفنی داری که خرجی برات نداره، شما نباید پول بدی. از اسمشو میگه. چرا اسمشو میگه؟ که اگه شما نمیخوای حرف بزنی تو رو درواسی نمونی یا چی. بعد میگه حالا اگه میخوای با این که اسمشو گفت صحبت کنی 5 فشار بده. اگه شما 5 فشار بدی، اون وقت از پول اون حالا دقیقه 30 سنت، دقیقه 20 سنت، دقیقه 3 سنت میگیرن. دیگه مثل قدیما نیست دقیقه 3 دلار 6 دلار. ما یه دوست ایرانی داشتیم، یه اشتباهی کرده بود، اومده بود اسیر اینجا امیگریشن شده بود تو فیلادلفیا. این هر وقت زنگ میزد به ما، قدیما ما از اینجا به ایران که زنگ میزدیم دقیقه 3 دلار بود، این از فیلادلفیا که به ما زنگ میزد دقیقه 5 دلار. بعدم میگفت 3 دلار برای وصل کردنش، 3 دلار برای نمیدونم فلان. اصلا آدم ورشکست میگه، میگه آقا میرفتم فیلادلفیا میدیدمش ارزان‌تر میشد. شوخی میکنم. بفهم. An inmate at Donaldson Correctional Facility, Alabama Department. بهتونم میگه، میگه یک زندانی در زندان فلانجا، یعنی خلاصه مشخصاتی رو که دارن میدن. و اما آقای هوشنگ آریانپور مثل همیشه یک چیز قشنگی رو نوشتن و من این رو به قول آمریکایی‌ها با شما شیر میکنم، یا به قول ایرانی‌ها با شما در میون میذارم و با هم میریم میخونیم و میبینیم. بله اینجا کامرای دو. بله. میگه که هموطن گرامی من، با عرض سلام و با توجه به سروده زیبای شما، این متن آهنگ ایران سالار عقیلی، اگه اشتباه نکنم اون خواننده ای هم که فوش داده بود به مایکل همین سالار عقیلی باید باشه. نه سالار عقیلی نیست، هوشمند. نه هوشمند هم که آقای عقیلی خودمونه. نمیدونم، انقدر عقیلی عقیلی داریم که نمیدونم. در اصل ببخشید اسمشو نگم بهتر. میگه که ایران فدای عشق، ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده، دل پر و تپنده تو و اینها. بعد آخرش میگه ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند که شو. ایشون خیلی قشنگ اومده میگه که سوال من از شما این است: در طول 100 سال گذشته اکثر شهروندان کشور ما جز همبستگی و کنار آمدن با رژیم‌های فاسد، خونخوار دو پدر و پسر و جمهوری اسلامی برای حفظ منافع شخصی خود، چه از خودگذشتگی و چه جان‌نثاری برای برون رفت از این وضع غیر قابل تحمل از خود نشان دادند. کدام جان من فدای ایران شد؟ ارادتمند هوشنگ آریانپور. حالا چرا آمدن اینجا نوشتن که خانه فروغ فرخزاد تخریب شد؟ خب یکیتون که دوست دارید برید پول بدید بخرید، نذارید تخریب بشه. وقتی آقا قدرت میفته دست دیکتاتور، اون بچه پاسدار آقازاده ای که مثلا یه سری خونه رو خریده، حالا میخواد یه سوپرمارکت بزرگ بزنه، اون وسط مثلا یه دفعه خونه فروغ فرخزادم هست، همینجا والا تو آمریکا هم هست. تو آمریکا میگه اگر یه نفر آمد مثل آقای ترامپ گفت من میخوام اینجا یه شاپینگ سنتری بسازم، زیرشم نمیدونم آفیس باشه، بالاشم نمیدونم ساختمون باشه، بدم اجاره و شما فیرفاکس کانتی مالیات میگیری، سوربی اگه من میخوام آقا تو این خونم بشینم، این خونم رو پدرم ساخته، نمیدونم خاطره دارم اینا، میگن برو آقا گور پدر پدرتو، گور پدر خودت، خونه رو به نرخی که میخوان بهت پول میدن. دوستان یک کمی ریلکس باشی آقا رضا، یک کمی ریلکس باش. چند سالت شما؟
اگه تو سازمان مجاهدین بودی یا آمدی بیرون، که الان باید به اصطلاح یه سنی ازت گذشته باشه و من دیگه جواب ایمیل شما رو نمیدم. اگه جواب یعنی اگه ایمیلم نوشتی میگم این برنامه رو ببین، اگر حاضر شدی با هم صحبت میکنی. من که اینجا نمیتونم به 13000 نفر و 3000 نفرم روی ایمیل 16000 نفر کل کل کنم. عمرمون رو داریم یادم میده. بله بذاریم ببینیم چی میگه. این افشین آریا پیام میگه بله برنامه منو دیده گویا که اون روز صحبت کردیم اینها، میگه من برنامه رو دیدم، سپاس از این دیالوگی که میان برنامه ساز و مخاطب برقرار کردید. شب کامنت می نیستم ولی یک گله بزرگ ببینم شما پس از این همه سال هنوز نام من رو بلد نیستید. ببینید من شما رو به نام افشین میشناسم. این آریا هم که همه دیگه این روزا شدن آریایی، آریا بزرگ، آریا کوچیک، آریا گریت، اون دیگه من اصلا همیشه یادم میره. بعدم گاهی وقتا فرزین، فرزاد، نمیدونم اینا هی آدم قاطی میکنه. افشین، اشکان، تا هم اگه موات سفید شد مثل من و اسم دوستاتو اشتباه نکردی اون وقت من برات دو سه تا آبجو میخرم. چی بگم به؟ خب بتونید در محیط دوستانه تری با موضوع ها و دستاوردهای تازه تر و نوین جهانی آشنا شوید. ممنونم. دو تا سند هم فرستادم، دو سه خط های آخر. حالا جریمتون میکنم و از روش باید 100 بار بنویسین تا یاد نام من رو یاد بگیرید. شما واقعا باور داری جریمایی که میکردن دانش آموزا یاد میگرفتن؟ من فکر نمیکنم. من فکر میکنم جریمه باعث فرار بچه ها از مدرسه میشه. اصلا اون کلمه صدک زدن میگفتن، نه یه چیزی رو تکراری همجوری بنویسی اینا، قول میدم هر یه جمله این که مینوشتن یه فوش به خواهر مادر اون معلمه میدادن. جریمه راهش نیست، راهش اینه که شما این رو درست بنویسی. ما الان بعضی ها وقتی مینویسن آ که میخواییم بگیم بزرگ مینویسن، کپتال استفاده میکنن، ا کلمه آ رو یعنی کلمه ای رو استفاده میکنن. ما نمیدونیم ا هست آ هست. حالا اینجا چون آریا، اوکی آریا، من بعدیش نمیدونم ا هست، میگم آریا پیامی. ببخشید وقت دوستان دیگر تلف نکنم. ممنون و متشکرم، مرسی که با ما هستی. خب برنامه زنده‌ای که با آقای رزاقی داشتیم حدود یک ساعت رو بیشون صحبت کردن، بعدم 45 دقیقه ویدیو، اینها حتما ببینید و این برنامه ها رو تا جمعه هفته آینده از تلویزیون مردم هر روز پخش میکنیم. و اما آقای علی شیرازی عزیز چند تا عکس فرستادن که وقتی ما خیلی جوش میاریم از دست دوستان احمقی مثل این رضا، بیان این عکس ها رو نشون بدیم و به اصطلاح یک کمی کول آف بشین. ببینید با هم اینجا نوشتن مجسمه های زیبا و جالب، منم براتون گذاشتمش روی اتوماتیک خودش بره بالا و من هم یک جرعه چای بنوشم به قول شیرازی ها چوی. خیلی دیگه اسلوه نه؟ سریع‌تر چون 15 دقیقه دیگه باید بریم با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا و نمیدونم اون مجسمه بود یا احتمالا مجسمه است دیگه، فتوشاپ که اینا نیستن. چه جالب بود نشون میده جاده آسفالت کنده شده اینجوری، یا این میز هم قشنگه. میز درسته یا میز؟ خب این هم ماشین ها و بله ایشون نوشته بود اینها همه به اصطلاح مجسمه و چیز هستن، یعنی نقاشی و عکس و اینا نیستن. سکالپچر مست که میشه نمیدونم و
فقط مجسمه باید گفت یا چیزای دیگه هم میشه. اینم جالبه، اون وسط ستاره داوود هم جای خودشو گرفته. و اینم این کلکه دیگه خیلی قدیمی شد که یه لوله هست. اینجوری یادم میاد سالها پیش تو مسجد وکیلی همچین اول انقلاب درست کرده بود. خب کم کم داریم به پایانش میرسیم. ببینی آقای خزایی اگر کامپیوتر تو را بندازی چقدر امکانات داری، قشنگ میتونی این رو به صفحه نشون بدی، بیاری رو اسکایپ نشون بدی و نگو ندارم، نگو یاد نمیگیرم، نگو من پیرم، نگو مسنم، دیگه از من که پیرتر نیستی شما. اینم از این. ممنونم از آقای علی عزیز. و برنامه اندی رو بهتون گفتم، دوستان تماس بگیرید، بلیت بخرید و منتظر ویدیوشون هستم که ویدیوشون رو هم بین برنامه ها پخش کنم. دیروز 13 آبان بوده و امروز 14 آبان. من خودم یادمه 13 آبان رفتم که برم ویزا بگیرم، اگه اشتباه نکنم همون روزی بود که حمله کردن به این سفارت و اینها و ما هم برگشتیم شیراز. بعد بار دیگه که رفتم سفارت آلمان، چون وقتی سفارت آمریکا رو گرفتن و بستن و گروگانگیری و اینها، بعد دیگه سفارت آمریکا نبود. به همین خاطر شما میتونستی هر سفارت دیگه‌ای بری و اون کشوره بگی من میخوام برم توی کشور شما سفارت آمریکا، برای یه 10 روزی چیزی بهت مرخصی چیز میدادن، ویزا میدادن. و اما جالب اینه که بعد از چند سال و بعد از حالا برجام دوباره یه عده تندرو آمدن این ماجرای سفارت و اینها رو علم کردن. نوشته پنج شنبه 13 آبان 1395، یعنی دیگه این شورش رو در آوردن. اینجا که ستاره داوود و اسرائیل دارن چیز میکنن، اینجا هم این پرچما. بابا این پارچمارچا رو به جای آتیش زدن استفاده های دیگه بکنید برای مملکتی که هیچی نداره. پنج شنبه 13 آبان 1395 نوشتن بدبخت آمریکا و اسرائیل، بعد از 4 دهه دولت اسلامی در همین هفته بالاخره فعالیت‌های جدید و جدی سوزاندن پارچه پرچم برای مبارزه با فقر و بیکاری در ایران را آغاز نمود. این رو آقای میرزا مسعود سهیلی نوشتند. نوشته که وی افزود آمریکا می‌خواست با تهاجم فرهنگی فضای ذهن و قلب جوانان ایرانی را تسخیر و چادر را از سر دختران و زنان ایرانی جدا و جوانان ما را از نماز و مسجد دور کند و میخواست که ما به رهبر خود، به نظام و انقلاب خود و ارزش‌ها و اسلام خود بی اعتقاد شود. آن که ملت ما، ببخشید، اما ملت ما اهم از جوانان و در پرتو هدایت‌های رهبرشان توانستند این آرزوی دشمن را نیز تا گورستان دفن آرزوهایش بدرقه کند. دوستان همینجا اجازه بدید من باز یه بار دیگه برای خانم نیه، دوست عزیز، خواهر گرامی، توضیح بدم. سیستم تلویزیون اینجوریه، همون جوری که این آقا رضا که الان یکی دو ساله با ما دوست شده، از برنامه ها میاد تماس میگیره، باش احترام گذاشتیم و حالا میبینیم که آقا اصلا این قابل احترام نیست. هر کسی در تلویزیون مردم میتونه برنامه داشته باشه. مجاهدین برنامه داشتن، از لیست که اومدن بیرون فوری تیسکلنگ انداختن و نمیدونم. الان دوستانی که از مجاهدین جدا شدن برنامه دارن. آقای مینوی برنامه داشته، آقای ارشاد برنامه داره، رادیو کیان ایران برنامه داره. و شما هم میتونید نیر خانم یا خودتون برنامه بذارید. یادتون شعلا خانم آمد و بعد گفتن میرام و مریض رو رفتی بیمارستان اینا بچ. شما اگر به این و اون بگید، خیلی خوشحالم که امروز من به این رضا اینقدر حمله کردم، اگر به این و اون بگید اینو نگو اینو بگو، میشید مثل رضا. اون وقت مردم به خودشون اجازه میدن بهتون توهین کنن. خانم بذارید اون آقایی که به من 50 دلار داده که بیا راجع به این توضیح بده که چجوری تو میگی 57 سال دوتا شاه، 38 سال دوتا آخون،
بعد چیه؟ ملت خنگتر شدن، خرتر شدن، احمقتر شدن، نمک نشناستر شدن، یا ملت آگاه شدن؟ اگه آگاه شدن، از دوستان سلطنت طلب بپرسیم چی شد که توی این 57 سال خنگ شدن، توی این 38 سال آگاه شدن، و اگه این 38 سال خوبه، خب همینجور ادامهش بدن آگاه تر بشن. شما میتونی بیای توضیح بدی، بگی شاه سپاه بهداشت درست کرد، اینجوری بود اونجوری بود. من دارم ماجرای خودم میگم. من میگم داداش من قهرمان کشتی شیراز بود، کشوری هم رفت، با آقای دهقان شکست خورد. یه جوونی رو دیپلم که گرفته قبل از اینکه بیاد اینجا دکتر بشه و نمیدونم تو ایران درس بخونه و اینا، فرستادنش سپاه دانش، فرستادنش توی دهی تازه حالا نزدیکم بوده به شیراز، آبادان بوده، مثل جاهای دیگه نمیدونم، اولش که برو قوشچی، نمیدونم قوچان کجا، دو روز بعد میرفتن رانندگی میکنن. این درست نیست. مملکتی که مدرسه نداره، معلم نداره، بچهای مردم رو بدون تجربه میفرسه، برو تو سپاه ترویج و آبادانی باش. آقا این بابای دیپلم بلد نیست سبزی پاک کنه، تو بهش میگی برو درخت بکار. برو سپاه بهداشت باش. این تا دیروز اگه مادرش به زور نمیفرستادش حمام نمیرفت دوش بگیره، اینا میدونم هفته یه بار. اگه ناخونشو مثل ناخون من بلند میشد، نازم و اینها چوب نمیزدن روش، ناخونشو نمیگرفت. حالا این میشه سپاه بهداشت توی اون ده؟ بعد بیا سپاه دانش باش. معلمای ما که دانشسراها رفته بودن درس خونده بودن، با بچهای مردم چجوری رفتار میکردن که یک کسی رو شما اول 3 ماه میفرستی توی پادگان بهش زور میگی، 3 ماه دیگه میفرستی دوره تخصصی، اینجوری بود 3 ماه آموزشی 3 ماه تخصصی، بعدم 18 ماه برو تو این ده سپاه دانش هست. من میگم این اشتباه بود، کار نکرد. اگه کار کرده بود بهتر بود. شما میگی نه کار کرد، بیا منطقه تو بگو. چرا برای من هی اون زیر می‌نویسی که بله اینا رو میارم اگه بتونم پیداش کنم. این ما دو تا پرسش ساده کردیم، خانم نیر این زیر نوشتن، البته خانم شایسته الهامی هم خیلی قشنگ پاسخ دادن. بله ببینید من سیمورشو باز کنم، بذارید نه این کاش که بسته بودمش، ولی میخواستم یاد دوستان بدم که این بابا من چیزیشو کوتاه نکردم. این سیمور رو به اصطلاح بیشتر ببینید، خودش باعث میشه خطا رو جمع میکنه. ببینید ما نوشتیم پرسشی ساده از دوستان طرفدار پهلوی. خانم پرسش باید پاسخ بدید، نظرتون رو نخواستید. جناب سوربی روز شما خوش باشد، از قول من به این آقا که 50 دلار فرستاده تا بداند بساید ایران چرا، تا بداند بسازید ایران چرا در ایران به قول ایشان انقلاب شد، کتاب کارتر را بخوانند که نوشته شاه، که نوشته شاه میبایست برود چون دیگر حاضر به باج دادن نبود، و یک کتاب دیگر هم هست که یک نویسنده آمریکایی نوشته که ترجمه فارسی آن فکر میکنم بهش در جهنم است، که دنبال اسم درست این کتاب هستم تا سفارش بدم برام بفرستن، و در آخر آن وعده های خمینی روز 300 تومان پول نفت آب و بر. خانم نیر جان شما 57 سال اولی رو قشنگ جارو کردی، زدی زیر گلیم، ما خونه اون خالی نداریم، زدی زیر گلیم، اومدی راجع به اون مقطع انقلاب صحبت میکنی و بعدش. من میگم چی شد که این آدم ها گول خمینی رو خوردن؟ چرا شمایی که میگین پادشاه سوئیس رفته، یه جایی نوشته بودن شاه دوتا دکترا داره، گفتم آقا خانم خجالت بکشید، ایشون دیپلم هم نداشت. بله توضیح میدن بیشتر، روز 300 تومن پول نفت و آب و برق مجانی و هزاران وعده دروغ دیگر هم همه باعث این چنین بدبختی و دربدری مردم ایران شد. لعنت بر خائنها. خب دیگه بر بعدش هم فوش و نفرین و اینها. خانم شایسته الهامی نوشتن که با سلام، باید پرسید چرا شاه 37 سال باج داد و وقتی فهمید میخواهد به آن دنیا برود باج دادن را قطع کرد. حالا در آن 37 سال چقدر باج داده خدا میداند. با تشکر شایسته. ببینید اینجوریه، سوال جواب،
پرسش پاسخ، برنامه نظر. شما میتونی هر چی میخوای بیا نظر بنویس، بنویس این سوربی از اولش دروغ گفته آخر. مثل این احمق رضا که میگه پروپاگاندا منتالیتی تلویزیون مردم. آقا تلویزیون مردم کیه؟ تلویزیون مردم یا یک مجموعه است یا منم. اگه به صورت یک مجموعه نگاش میکنی پس انگلیسیت هم خوب نیست، میگی منتالیتی. منتالیتی یه مجموعه رو شما نمیتونی بگی. بله اگر برنامهشون این باشه، اجنداشون این باشه که بگن مثل فاکس نیوز همش دروغ بگید، یا مثل سی ان ان که اصلا دیگه همش نشسته نمیدونم خبرنگارا رو فرستاده و همش نشسته مدرسه موشا باز کرده، اون میشه منتالیتی هم نمیشه. منتالیتی مال یه شخص، مال من. اوکی، منتالیتی من پروپاگاندا برای بیل گیت هست. منتالیتی من که با هیلری یه سال کار کردم میدونم چه آشغالی هست، برم رای بدم هیلری که ترامپ نیاد، یا برم رای بدم ترامپ که چون با هیلری دوست، اصلا اینا آشغالن، اینا نماینده من نیستن. میگن شما برو به نماینده هات رای بده. آقا ما فکر میکردیم برنی ساندرز نماینده، که اونم میبینم مردی که هنوز میگه پول بده. میگم آقا من هم پولایی که بهت دادم اشتباه کردم، تو که دیگه رفتی کنار پول برای چی میخوای؟ اینم از این. خب ببینیم یه دوستی داریم. I won't be able to get it to today. Okay. Yes. Instant check with me. Before you hit the road. اینجا سل نمبر رو براشون بنویسیم. بلند هم تو تلویزیون بگیم که شما بدونید. 222-695-2. این هم از این. خب 57 دقیقه است و بذارید ما با آقای کاظم، دکتر کاظم افشارها تماس بگیریم. من از ایشون دو تا فیسبوک دارم، یکیشو جدیدن درست کردن، سیستماشون رو عوض کردن و اینها، دوستانشون کمک کردن. اگر ایشون لطف کنه از اون ور با من تماس بگیره کار من راحت تر میکنه، یا اگه نه که من از این ور تماس میگیرم، مشکلی نیست. بیا آقا، این دوستمون فرستاده گفته این آقای ترامپ. خب شاید شما دوست داری آقای ترامپ انتخاب بشه آقا رضا، که این خانم بیاد توی وایت هاوس. بفرم. این کسیه که مرد 70 ساله رفته یه زن الان تازه 30 و چند ساله شده. بله، پستان لطیف که پاندول شده انگیزه بلوای جهانی بود است. بفرم. شما اگه دنبال ایشون هستید باش، ما نمیخوام آقا، من نماینده ای ندارم. بله من میرم رای میدم، میخوان اوراق قرضه چاپ کنن برای مثلا مدرسه ها، من قبول دارم. کسی که میخواد پولشو بذاره تو بانک، معلوم نیست بانک فردا چیز میشه، اوراق قرضه بخره، اقلا این شهر رو آباد کنه. میخوان مالیات بگیرن، شما پیتزا هم که اوردر میدی چون خوراک پخته شده هست بیشتر مالیات بدی. بابا من 6% دارم مالیات میدم، اونی که برام اینو میاره $3 داره میگیره، ما $5 تیپش میدیم، دیگه برای چی مالیات بیشتر بدم؟ اونو میگم نه، اون چیزایی که به من مربوطه، من سهمی دارم، نقشی دارم، فکر میکنم رأی من مهمه، میرم رأی میدم. ولی مرد ناحسابی، برو به ترامپ، ببخشید اینو میگم، اون نوکر بابات سیاه بود، امیدوارم شما یه کمی رنگت سیاه نباشه. خدای یاد ایرانیه که 3 زبون بلده، کاش که زبون نداشت. خب ببینم این هست آقای افشارها یا اون یکی دیگه. اوکس. بله آقای افشارها سلام، لطف کنید صدای تلویزیون و کامپیوتر ما رو خاموش کنید که ما صدای شما رو پیچش نداشته باشیم و الان نمیشنوم. بفرمایید. شما نمیشنوید؟ نه الان صداتون رو میشنوم، اون موقع بسته بوده. آقا ماشاءالله این مسافرت به شما ساخته ها، چقدر برای شما. به 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 به. برای چی؟ خیلی چی میگن سر و صورت باز شده و نه باشین، انشالله که نور ایمان باشه. انشالله
آقا ما با شما هستیم، برای دوستان تعریف کردیم. زمان بیشتری میخواید، شما امروز اشاره کردید عصبانی هستید، گفتار زیاد دارید، از وقت بنده استفاده کنید. نه ممنونم، من بعضی وقتا که عصبانی هم اگه کمتر حرف بزنم بهتره. من ممنونم، پای صحبتهای شما مینشینیم. دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم میکنیم، با عرض کنم حرف همیشه بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین: یا من هو اختفا لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض والذی یحق الحق یزهق الباطل و یزیق الشبهات. الصلاة والسلام علی سیدنا رسوله البشیر النذیر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله طیبین طاهرین. سلام و درود فراوان بر موحدین عالم، بر معتقدین به خلاق کائنات با هر دین و روش و آیینی که دارند. سر تعظیم فرود می آوریم به معتقدین مالک یوم الدین. اولا آقای سربی از حضرت عالی خیلی متشکر هستم که تمهید و آمادگی به اصطلاح فراهم کردن این امکانات رو ایجاد کردید که هم بنده و هم هفته گذشته برادر بزرگوارم آقای عرض کنم که نصر احمدی، دکتر نصر احمدی که خواهش کرده بودن ایشون اون یک ساعت رو به هر حال مستفیض بفرماین. خیلی متشکر هستم هم از جنابالی و هم از جناب دکتر نسل احمدی. گهگاه برای اینی که آیه سروی من مطمئن بشم که صوت و تصویر اوکی هست، میدونم اگر نباشه شما میگید، ولی شما هم گاهی یک عرض کنم که فرمایشی بفرمایید که من بدونم صحبت به اصطلاح شنیده میشه و رابطه برقراره. باشه، چشم، خواهش میکنم. از اینی که به هر حال یک هفته رو ما در خدمت شما نبودیم احساس غبن و ضرر میکنم، ولی خب سودبخشی آقای دکتر نصر این غم بنده را جبران کرد و احتمال داره جناب آقای سربی که یک دو سه هفته دیگری هم احتمال داره. در دنبال همون جلسه باز ما حاضر باشه غیبت داشته باشیم که اگر بود حضرت عالی رو در جریان میذارم که باز هم از آقای دکتر دست خواهش بکنم که زحمت رو تقبل بفرمایند، البته اگر لازم شد به سفر برن. ظرف این دو هفته که گذشت من حدود 10 تا 11 تا آقای سربی پیغام تلفنی و ایمیل داشتم از خانم پروین الف از ونکوور. بسیار متشکر هستم به لحاظ اینی که ایشون زمینی که خیلی محبت لفظی فرمودن و بنده رو تشویق کردن که قابل هم نبودم و نیستم، ساپورت چشمگیری هم داشتن که من مکرر در مکرر از ایشون سپاسگزارم. و درباره اثبات الله برای پسرشون که گفتن اعتقاداتش خوب است اما دلش میخواهد دلائل متقنتری داشته باشد از برای عرض کنم که اثبات ذات باری، در اون مورد صحبت خواهم داشت. لکن چون همین 3-4 ساعت قبل بنده یک ایمیلی نمیدونم حضرت عالی فرستاده بودی یا خود اون آقا فرستاده، من زیاد به کامپیوتر آگاه نیستم، آقای به نام آقای دکتر کوروش معمار عنایت کردن مطالبی فرستاده بودن که خود این به حساب بنمایه صحبت امروزم خواهد بود به اضافه عرایزی که خودم دارم که انجام بدهم. شما اشاره فرمودید آقای سربی که بنده 2 ساعت بعد رو میشینم برای صحبت. خیر قربان، بنده نمیشینم برای که کسی زنگ بزند، میگویم من نشسته هستم که کسی اگر زنگ زد پاسخ بدن. از 2 ساعت بعد از آن همون که شما فرمودی میره روی انسرینگ و بعدم پاسخ میدی.
اگر نه ما منتظر نمیشینیم که کسی زنگ بزنه، چون نشسته هستن و همونطور که شما میفرمایید برای کارهای تکنیکی خودتون میشینید، ما هم به هر حال در همین لابراتوار از کنم کتابدار خودمون میشینیم و ضمناً اگر کسی صحبت بکنه همونجا حی حاضر پاسخگو هستیم. بعد از دو ساعت خیلی دیگه میره در همون. به هر حال از راهنمایی حضرت عالی هم سپاسگزارم، ولی لازم بود این مسئله رو برسون برسونم. ممنونم که تصحیح کردید. خواهش میکنم. ضمن اینی کردم به حضورتون دوستان، توی این 7-8 نفر عمدتاً مرحمت کردن، تشویق کردن و بنده رو به اصطلاح مورد تفقد لفظی خودشون قرار دادن. یکی دو نفری هم جناب سربی پس به معمول به هر حال قدری تندگویی کردن، درشت کاری کردن که من تصور میکنم اون آقایی که درشت گفته بود به شما هم زنگ زده بود، چون در یکی از این گفتارتون در هفته قبل بود مثل که اینها شنیدن که اداشم در آورده بود، دو بخشی نمیگم اداشم در آورده بود، یعنی مثل همون خیلی شالاتان بازی هم که داشت مشکیبال صحبت میکرد، گمان میکنم به حضرت عالی هم تماس گرفته بوده. اجازه بده این کلمه داش مشتی رو استفاده نکنیم، هم شالاتان رو جاهل فکر کنم. جاهل فکر کنم. بله عرضم به خدمتتون که من به اون آقا یک عرض کنم تشکر دارم که نهایتاً یک فیدبک دادن، یک به هر حال انتقادی پاسخی صحبتی کردن و یک به اصطلاح مسئله رو یادآور باشم برای این گونه آقایان و خانم ها که به قول روزولت جمله خیلی زیبایی داره، میگوید که stick and stone can break my bones but words never harm me. سنگ و چوب استخوان منو میتونه بشکنه، اما حرف و لفظ و گفتار هیچ آسیبی نمیزنه. آقایان قادر هستن از ابتدا تا انتها بیان با آقای سربی پول ساعتیشون رو بدهن و یک ساعت تمام بنشینن فقط فحاشی کنن، حرف بزن. اما به همون آقا بعد از این مسئله که به عرضشون رسوندن که اینا هیچ تأثیری ندارن، یک توصیه‌ای هم بکنن و اون این هستش که در دشنام هم انصاف خوب چیزیست. بنده با شما ای آقایی که اون مسئله رو گفتی سر صحبت دارم، چه کار دارم به خانومت، به خواهرت، به مادرت، به بچه در شأن یک انسان، اون هم مثل شما، چون حتما آدم با شخصیتی هستید که اصطلاح عکس العمل نشان دادید، حالا به اون شکل از انصاف و شرافت اخلاقی انسان دوره که گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. من با سربی یک ادعایی دارم، باید این حرمت اخلاقی رو بدونم که خواهر ایشون، خانم ایشون، تمام خواهر و خواهر و مادر من محسوب میشن. این یک عرفه، اصلا نه به دین نه به مرام به هیچی ارتباط، یه عرف قابل قبوله. عزیز من شما فحش میدید، من این موضوع رو به اون به اصطلاح ابلیس دیوانه معروف مهدی وطنخواهم بهش گفتن که آقا جون من شما با کسی سر جنگ داریم، چرا فحاشی به نوامیس مردم میکنی؟ درست نیست. شاید برای شما مهم نباشه، من نمیدونم واقعا اینقدر افراد پلیدی پیدا میشن که، ولی این در عرف جامعه هست. این توصیه رو به اون آقا دارم که اگر یک وقتی میخوان انتقادی بکنن، فحاشی بکنن، ما ماشاءالله قاموس فحاشی ایرانی هایی که بسیار زیاد است، به قول آقای اوباما میگفتش که این مادر رو بدون صفت اصلا نمیتونه بیان بکنه، هزاران هزار صفت میتونه شما بدید ولی به خود شخص بدید. این هم توصیه من به ایشونه، میخواد بپذیره میخواد نپذیره، چون صداش جوانتر بود، احساس میکنم که وظیفه داریم این یادآوری بکنیم که آقا هر چه پوش میخواهید به افراد بدهید ولی به خودشان بدهید، به دیگران کار نگیرید، از انصاف دونه بگذارید. در مجموع ایشون صحبتهایی کرده بود که لازم پاسخ نبود، فقط فحاشی بود، ولی خب به هر حال به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو دیگه، هفتش نفر تعریف میکنن
تأیید میکنن، پشتیبانی میکنن. بذار دو نفر هم نهایتا صحبت داشته باشن. یک آقایی که من عرض کردم خدمت شما جناب آقای سربی که امروز بنمایه صحبت ما خواهد شد، که 4 ساعت قبل من ایمیل ایشون رو پیدا کردم و اسم شریف ایشون رو به کار بردم، آقای دکتر کوروش معمار، ایشون مسائلی فرمودن در این خصوص و در اصطلاح مطالبی که یک آقایی فرستاده. البته در اون ابتدا به شما هم یک اشاراتی کردن، نمیدونم شما مطالعه کردیدنه، که 50 میلیون گوش دیوانه داده بوده برای نمیدونم مبارزه، و خیلی ها آمدن رادیو تلویزیون حرفا درست کردن، دارن میخورن و زندگیش نمیدارن. البته در آخرشم گفتن من نمیدونم که شما هم ادمان ها هستی یا خیر. من از آقای کوروش معمار نگرفتم، ولی یه دوست دیگه ای نوشته بود که 500 میلیون و خیلی جالبه 50 میلیون یه دفعه توی ایمیل عوض میشه، میشه 500 میلیون. ولی بله، در این ارستان غرب بگذارید ارعر از خود بنده بگیرید تا هر کسی دیگه، ولی خود ارعر هم یک ضوابط قابل قبولی داره، یک فریمی باید دراش بگذارم. حالا گفته 500 میلیون، اصلا من همون به 50 میلیونشم، چون این حرامیان اینقدر کذابن، اینقدر دروغگوین، اینقدر نامردن که من اصلا به اون 50 میلیونم ادعا دارم. چون به هر کدوم از یه آقایی میگی خسم جلاله میخورن که بابا یک سنت هم ما نگرفتیم، حالا اگرم گرفتن که خب نوشی جانشون باید بگیرن، بحثی نداره، زحمت میکشن بگیرن، کاری نداره. از این طرف هم من به اینا میگم که هر کسی میتونه برای من پول بگیره، نه فقط از آخوند و از جمهوری اسلامی و از FBI و از سازمانهای دیگه بگیره، من 25% قانونی توی آمریکا بهش کامیشن میدم. تا امروز که با شما صحبت میکنم میگم من اصلا دستشم میبوسم، ایرادی نداره، مشکلی نداره، بله، ولی باید بدانن که اون سازمان ها و اون حکومت ها کارشون از این که بیان به هر عرض کنم که فردی بخوام پول بدن، گذشته آقا حکومت ها دیگه الان رئیس جمهورا رو جاسوس خودشون میکنن. مگه ندیدید اون رئیس جمهور کجا، وزیر خارجه کجا رو گذاشتنش کنن، چون گفتن به کار میکرده برای جمهوری اسلامی در کشوری دیگه. اونا دیگه امروز کارهاشون گذشته از این که بخوان اینطور یک افرادی رو بیان پول بدن و بگن آقا بیم برای ما کار کنی. حالا بگذاریم این مسائل، چیز نکنیم، واردش نشید. عرضم به حضورتون که این جناب آقای کوروش معمار ابتدا هم گفتن من نمیدونم شما دکتر، آقا من 10 جلسه آقای دکتر معمار برای به اصطلاح بی محتوایی این مدارک صحبت کردم، ارجاعتون میدم به اون به اصطلاح آموزش استعماری، استعمار آموزشی، ملاحظه بفرمه. اصلا توعای سربی را مکرر خواهش کردن که جناب سربی من کاظم افشارها هستم، ولی همون هم زیاده، که یک کاظم هم کافیست بر ما، ولی برای معرفی خب باید اسم فامیل به کار ببرد. ما نخواستیم آقا گفت از ننگ چه گویید، که مرا نام زننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است. آقا ول کنید، من دکترم، من پزشکم، من پروفسورم، اون برای اون لعنتی انصاری گفتم به شما، اون فرهبر، یک روز عرض کردم اسمش یادم نبود، یک جوانکیست، یک فرغان، یک گاری اولاغه گرفتن هی مدرک توش میریزن. ول کنید آقا، من چه دکترا دارم، چه چیزی دارم، چه مسئله دارم. بسیار از لفظ آقای سربی خوشم آمد که فرمودن در جواب مرحوم آقای صمدانی گفته بود ما دکترامون از خیابان گرفتیم. مرسی، کاملا درست فرمودید. بازار و جامعه بزرگترین مدارک رو به افراد میده. در مجموع مختصری ما در ریاضیات آقای دکتر معمار و فلسفه مطالعه کردیم تا جایی که زورمون رسید، حالا تا 6 ابتدایی بوده، تا 12 بوده، تا لیسانس بوده، تا فوق لیسانس بوده، تا به قول شماها دکترا بوده، هر چی بوده تا تونستیم، و الان هم شب و روز در همین مطالعات هستیم. حالا اگر اشاره فرمودید که سوادی نداریم، صد البته فرمایشتون درسته،
به همانجا رسید دانش ما که بدانیم که هنوز چقدر نادانی بسیار. ولی چند نکته از آن که از نظر تعلیم به شما عالم علم ابدان حکیم، کسی که میداند روده بزرگ چیست، روده کوچک چیست، توش چیست، معده کجاست، مغز چه کار میکنه، شمایی که با این محسوسات کار دارین، چند نکته است که در این مسائلتون بنده باید بگویم. و چون اعلام کردید که شما یعنی اعتقادی به وجود حقانیت حق ندارید، $10 کفاره دادم جلوتر، این شماره که خوندم $10 کفاره رو گذاشتیم که بایدی پرداخت کنیم. یه جلوتر بگم چون شما در آخرش گفتید اگر خواستید پاسخ بدهید، ما پاسخی نداریم ولی ارشادتان می کنیم. یک ایراداتی داره در این صحبت ها، خب البته از حکیم علم ابدان هم انتظاری نداریم که در محولات باریم، همش در محسوسات هست، باید با محسوسات کار کنه، کاری نداریم. چند نقطه از آیه سربی که لازم می دونم چون مبتلا به خیلی از افراد هست، این رو من باید یادآور بشم به ایشون. همون گونه که مکررن عرض کردم، دانش، علوم و تقسیم بندی ارسطویی را اون دفعه به عرضتون رسوندم، علوم الهیات، علوم فلسفه که در رتبه بندی ارسطو بالاترین و اولین است و علم الابدان در آخرین است، یعنی همین حکیم باشی بودن. در آن تقسیم بندی میگوید که آقا این فلسفه و منطق، این علمی است خیلی بالاتر از این که این آقایون فکر میکنن که خیالات خودشان را میگذارن پای منطق. من عقیدم در این است که خدا خب بگذار این باشه، مگر چیز تازه است؟ در جایی ما با شما موضع میگیریم که به میلیاردها معتقده به ذات پروردگار توهین میکنید و این از بی‌حیایی و بی‌اطلاعی شماست. ما همین اندازه برای خودمون مرز قائل میشیم که میگیم آقا با مقر به بی خدایی، با کسی که اقرار میکند، مرز مشترک نداریم، ولی نه جنگ داریم نه توهین داریم. گفت لکم دینکم، از برای تو دین خودت، ولی و دین برای منم اعتقاد خودت، اما حیا کنی، جسارت نکنی به میلیاردها متدین. حالا وقتی ما بحث دین میکنیم، یک دین خاص، شما مقرزینید که همواره به اسلام برمیکنید، شما افراد نادان مقرز بی اطلاع هستید که این حرفا رو میزنید. یک مردی هست به نام آقای سعیدی، نمیدونم که حضرت عالی فرمودید، چون اون روز صداشون رو شنیدم، دیدم همون کسی بود که یک شبی ساعت 1:30 به من زنگ زد که یک ساعت بعد من نماز شب بخواستم بخوانم، دیدم ایشون تلاش دارن که بنده را کافر کنن، یعنی استدلالایی میکردن که به حساب کفران ایشان ایمان میکاریم. احساس کردم که این جوان میل دارد گوش رایگان در اختیار داشته باشه، گوش کردم. این بنده خدا گمان کرد که سکوت علامت رضاست. در انتها گفتم آقا اگر شما پرداخت نکنید کفاره رو من باید بدم، $30 به یک جایی به یک طوری بدهید، ولی به همین نیت که این حرفا رو من شنیدم تمام کنید. این آقا من یادم در برنامه هفته قبلشون یا دو هفته قبلشون گفته بود شاه اعتقاد مذهبی نداشته یا ظاهری داشته، همچی یک مفهوم. بله ایشون گفت شاه باور مذهبی نداشت. آقا ای بنده خدا، ای من واقعا تعجبم این امریکا چرا اینقدر توش، معذرت میخوام، آدم های سطحی پیدا شده. نصیری آقا ارتش بود، نصیری نوکر فراز اول یا دوم اون محمد رضا بود، آقای نوریزاده حی حاضر، و ایشونو باید قبول کنیم چون این بود در اون تشکیلات اعدام ها و مسائل در مدرسه علوی. ارتش بود علوی از بر زمانی که میخواستن به اصطلاح محتمش کنند و بکشنش، ختم ناده علی میخونده که شاید آقای صاحبی شما اصلا اسم این ختم رو ندونی. اسمش شنیدم ولی بلد نیستم اصلا چیزی.
آقا ختم نادعلی از بر میخونده این به والله اگر میخواستش اون نور چشمیش پرویز ثابتی که الان جا شده بلبل درخت میم نارگیل سر از توی عرض کنم خطشون در آوردن، اگر این آقا میخواست به همون نهت ماها بیفته، اگر خود محمد رضا پهلوی میخواست در اختیار اونا باشه، من گمان میکنم کل قرآن رو از بر میخوندم. بعد این شخص میاد به شما میگه ایشون اعتقاد نداشته. آقا قدری حرفی بزنید که اقلا با منطق کلاس 4 و 5 ابتدایی بخونه این حرفا. مگر از تو میترسیده آقا که بخواد تظاهر بکنه به این مسائل؟ میلیاردها بشر اعتقادات دینی دارن، شما احترام به اونها نمیگذارید، نگذارید عیبی نداره، ولی اجازه فحاشی ندارین، اجازه توهین ندارین، همونطور که کسی به اتیسا اجازه نداره. هر کس هر طور میخواد باشه. بنده اعتقادم بر این هست که این آقایانی که با محسوسات سر و کار دارن، هیچ اطلاع این آقای معمار اصلا از مفاهیم عقلانی و معقولات نداره. حالا برای اینی که بنده همینطوری هم صحبت نکرده باشه، ایشون ضمن صحبته که کردن من نمیدانم آقای کاظم افشار در چه رشته فلانی حرفا، خب تلاش کنید تا بدانید، اون که بحث خودتون. بعد گفتن اکنون سخنم را با آقای دکتر کاظم افشارها می آغازم. شما فرمودید افرادی که وجود خدا را انکار میکنند هیچ دلیلی برای این انکارشان ندارند. بعد آقای سربی ایشون بیان کرده من دوره دبیرستان ریاضیم خوب بوده، اگر خواستین جواب بدین مغالطه و سفسطه نکنید که من حوصله ندارم منطقی صحبت کنم. ایشون به من اینو گفته. آقای دکتر معمار که میگی دوره دبیرستانم ریاضیتون خوب بوده، کلاس 10 بهتون یاد میدادن که یک قضیه هندسه هم خودش اثبات باید بشود و اگر خلافش هم درست بود باید اثباتش میکردن. آقای سربی شما یادتونه؟ بله. اگر ما بگیم قضیه مثلا فیثاغورس اینطوره و اگر عکسش هم قبول باشه باید اثبات بشه، شما نمیتونید بگید آقا عکس قضیه اثبات لازم نداره، چون ایشون گفته من هم عقیده دارم خودم جو از شما میپرسم آیا خود از آتالی الله را دیده اید؟ حالا اینو باید توضیح بدم. آقای محترم ما میگیم خدا وجود داره، خیلی خوب دلائلی هم داری، اگر خواستید برنامه بگیرید با آقای سربی بدهید تا براتون بگوییم. البته شرطش آقای سربی میدونن که تناونی چند $50 به ایشون بدن، وقت ما هم پزشک نیستیم ولی برای خودمون خیلی با ارزشه. خوب شما هم عکس قضیه را میگویید، چطور اثبات نداره پسر جان؟ آقای محترم من نمیدونم در چه سن و سال و موقعیتی هستی، هی عالیه نشده با اون مدرک و دکتریتون که این مسائل عقلانی به عرض کنم که فلسفی رو میای از خودت هی عقیده میدین. من هم یکی از عقیده مندایم که ندارم بکن چی؟ نداری صحبت بقول اینجایی، به ما چه مربوطه که دارید یا ندارید؟ شما هم برنامه بگیرید از آقای سربی بیایید دلایلتونو بگیم بگیم نیست همون شده. نه اینه که ایمیل بزنید، بزنید ایمیل ایران این پدره، اما اگر درست میگویید وقت بگیرید صحبت کنید. ما وقت گرفتیم صحبت بکن که آقا نه تنها در اون که اصلا تردید نیست دین و ادیان الهی لازمه ی حیات بشری است و در همون باره ما داریم صحبت میکنیم. خب این آقا گفتن آیا حضرت علی الله را دیده اید؟ ای بنده خدا معقولات را چه به محسوسات، میلیون ها مثال میتونم برای شما بیاورم که شما نمیبینید نمیبویید نه هیچی ولی بهش اعتقاد دارید. لیمیت در ریاضیات، بی‌نهایت ها در ریاضیات، هوا در دیدن ها، به هیچ شکلی شما نمیتونید نه لمسش کنید لامسه، نه بویش کنید بویایی، نه ببینیدش بینایی، نه بشنویدش شنوایی. بنده خدا پس اولا منکر بشو. بعد
انقدر مدعی هستید که نمیدونم من پزشک هستم و اینطور و آیا چیز برای هیچ هم باید دلیل بیارن هیچ کدومه. ما میگیم آقا خدای وجود دارد. خیلی خوب، شما میگی خدای وجود ندارد، حالا هیچ فرض کرده بعد میگه برای هیچ نباید. بله، اگر یک کسی هم بگه اینجا هیچه، برای هیچ هم باید دلیل بیاره، اگر نباید زبانش را قلاف کند و در دهانش نگه دارد. این آقای دکتر معمار از این مسائل گفتن دو دین و نبیار ندارد. ندارد. شمایی که خودت میگی اعتقاد نداره، بنده خدا از کجا میدانی که معنویات دارد یا ندارد؟ اگر مطالعه کرده ای، اگر دلائل داری، اگر صحبت داری، بیا ابراز کن، اگر نه چه حق دخالت؟ بنده هیچ اطلاعی آقای سربی از علم ابدان ندارد. باور بفرمید اصلا شد مثلا ندیم قلب سر که چپی اصلا دراسته. خب اگر آمدن اظهار نظری در علم طب کردن، کار غلطی کردن، به زبان ساده تر غلط کردن که کار میکنن. چه کسی به شما جواز میده آقا اسپیچ فریدوم، آزادی گفتار، معنیش این نیست که در هر محدقه ای به حکم اینه که ممکنه مثلا میگن $10,000 پول توی حساب داری و با اون مدرکت آلینه شدی به قول مردم شریعتی به هر نهضته علمی دخالت کنی. شما لا یعرف الهر من برید، هر را بر نمیدونی در منطق و فلسفه، به چه حقی دخالت در این علم کنی؟ گمانتون میرسه که علم نیستید؟ برو بنده خدا تقسیم بندی علوم را بخون در بحث ارسطو و در همه چیزهای دیگه. اصلا علوم عقلانی چه ارتباط اصلا به علوم محسوسات داره؟ واقعا من قصدم از این هست آیه سربی عزیز که اینا خودهاشون الیت میگیرن، اینا خودشون دانشمند و فرهیخته میگیرن. آقای افشار عجبا، واقعا بفرمید. خواهش میکنم، شما گفتید که من نمیدونم چرا توی آمریکا مردم اینقدر سطحی شده. من یه جواب دارم، اگه سطحی نشدودیم امروز از 320 میلیون نفر دو نفر نمیمدن به نام هیلری کلینتون و ترامپ و این به اصطلاح سمبل این مملکت باشه. خدا رفتگان تو غرق رحمت بکنه، زنده ها کرم انشالله عمر جاودان بهشون ببخشه. کاملا درست میفرمایید. اصلا یکی از رفقای من میگو بابا اینا همه آرتیستن، این بیرد که میگن امریکا همه شوی تمامش. آقا یکم معقول صحبت کنید، یکم گفتار درست داشته باشین. ما به علم حکمت عرض کنم پزشک احترام میگذاریم، شما به الهیون احترام بگذارید. اون نمیدونم پاپ و اون سمبولهای مذهبی هزاران هزار زحمت کشیدن، دنیا اینها رو احترام میکنه. 5 تا رئیس جمهور که برای فوت ژان پل لبده بودن، شما خاطرتون هست آقا، یک نفر ملای مسیحی میگفت بایستین باید باید میستادن، میگفت بیشینیم باید مینشستن، خجالت بکشید. آقا اینها آی سربی آلینه شدن به وسیله همین مدرک ها و همین پول. دینداری ارزه میخواد آجون افرادی که میدنن خودشونو به در اتیستی، چون ارزه انجام کارها رو ندارن. متدین بودن زحمت داره، نصف شب بلند شدن، 17 بار نماز خوندن، جلوی دیوار ندبه خموراز شدن، روزه گرفتن. یک مش افرادی که فقط خوششون هر کار میخوام بکنن بکنن و گرز میگن آبا با ولش کنی صحبت ها مهم نیست. اولین کافر دنیا، اولین ضد خدای دنیا شیطان. یعنی که نرسید شما چیز تازهی دارید میگید. از جای آقای سربی انسان قصدار میشه که میبینیم اینها واقعا مرز خودشونه نمیدونن، یعنی به میلیارد ها انسان. اصلا من صحبت اسلام ندارم، این مغرضین کچفهم و نادانی که به اسلام بند میکنن اینها مغرضن، یک دلائلی داره. من به دین مسیحیت، به دین عرض کنم که یهودیت، به اسلامیت و دیگر ادیان مورد قبول، حتی به فرقه ها، آنهایی که معتقد به وحدانیت هستن، سر تعظیم داریم.
حالا اینا در اینکه خودشون از دسته نندازن هی به اسلام هم بسته میکنن خودشون. نه آقا ما دین که میگیم، یعنی بزرگان دنیا رو میگیم، فیلسوفان عالم رو میگیم، دانشمندان معروف رو میگیم که اینها همه بسیار اعتقاد داشتن، بسیار عرض کنم که کلیسا برو بودن، بسیار احترامات دارن، بسیار محترم میشمرن پیشوایانشون رو. اصلا هم از این هرزگویی هایی که نوشتن در یک جایی مملو و از خرافات شو باشه، به شما چی که خرافاته، دلشون میخواد مردم نشأه میشن با خرافات، شما چه ارتباطی داره؟ کار خودتونه بکنید، شما روده بزرگ عملش کنید، عرض کنم که کاراش درست بکنید هر رشته‌ای که دارید. شما به خرافات مردم چی کار دارید؟ دلشون میخواد با خرافات باشن. سه، اینها را آدمهای شیاد و جاه طلب و دیوانه شهرات به وجود آوردن. شهرت هم به نظرم اینجا یک الف اضافه گذاشته، فکر کنم گفته شهوات نخ دیوانه به قول شما شدم شهوات ولی شهرات میشه. خب باش آقا جون، باش اصلا ما بحثی نداریم، چون شما نلایه در سطح این مباحث نیستید. شما همان عرض کردم در رشته خودتون احترام هم دارید، کار خودتونی بکنید. این فضولی ها به شما نیامده، فضولی در بحث فلسفه و منطق و الهی هست، از فرق بیکاری است، از فرق لاعبالیگری است. حرفای شما آمدن اینجا یک میدان عرض کنم عرستان وسیع پیدا کردن، در یک نقطه میگن آقا شما انگشتر. بله قربان، اگر اونجا دو تا بود حالا نشان میدن تمام رو انجام میدیم، ولی بیا ببینی این انگشتر هر کدام را که دادن، کسی که تو خوابش هم نمیتونی ببینی، به در آفیسشون هم راید نمیدن. بعدم من تعجب میکنم آی سوربی، اینهایی که واقعا گفت به قول حضرت سعدی، خری عیسی اگر به مکه رود چون بیاید انوز خر باشد، سگ به دریای حقانه مشود که چطر شد پلیتر گرده. اینا مصداق همونن. آقا شما میگی من دکترم، شما میگی من امریکایم، شأن خودت رعایت کن. دلش میخواد بابا انگشتر دستش کنه، دلش میخواد 16 تا نمیدونم گوشواره یک مردی به گوشش بزنه، به شما چه مربوطه؟ چقدر جالب که این ماجرای آقای کوروش معمار یا معماری همزمان شده با این آقا رضا از انگلستان که من میگه برو به کی رأی بده. عذر میخوام، اگر من آیه میخوانم، اگر سوره مبارکه قید میکنم، اگر تظاهر بیشتر میکنم، چون میدونم که تیر و خدنگ دارم به جای درست میزنم، بسوزن کور بشن کسانی که انکار دارن با این حرفا، چون من از عقیده بیش از 5 میلیارد جمعیت صحبت میکنم، شما فقط از عقیده خودتون، حتی هم عقیده با خودتون ندارید، بی خود به خود تو نبندین اتئیست و متئیست و صحبت ها. بنابراین شما اجازه ندارید اگر بنده دلم میخواد کراوات بزنم، دلم میخواد عبا بندازم، دلم میخواد ده تا انگشتر بکنم، دلم میخواد اصلا انگشتر نکنم. این ضعف علمی شما و ضعف شخصیتی شما را آی دکتر نشان میده. اینها صفت از بنده دارم به شما میگم، توهین نیست. خدا ما را نیامرزه اگر کوچکترین قصد تحقیر و توهینی داشته باشد. اینا صفات شماست. دلاغت و نادانی حد و حدود علمی دلاغت شماست. نادانی خیالتون میسه منطق یعنی ابراز عقیده کردن خودتون. نه آقا جون، 2 سال 4 سال 3 سال 5 سالی که رفتی برای پزشکی به خیال خودت درس خوندی، 15 سال باید بخوانی تا این الفبای منطق و فلسفه رو بتونید بفهمید. من بسیار بسیار از این جهات آیه سوربی واقعا از دریدگی این افراد ناراحت میشم، چون من خیلی افراد را میدونم که شاید اینا تزلزلی دارن درباره اعتقاد به الله، ولی خیلی متین خیلی راحت، چون افراد دو تیپن، یک عده‌ای که اعتقاد ندارن به علتی که آگاه نشدن، با حسن نیت که اگر آگاه بشن جز معتقدی میشن، اونا مقدمشون رو چشم ما تا صحبت کنید. یک دیل لجاج دارند، چون ارزه دینداری ندارند، از عهدش بر نمیان، از کاراش خودشونه میزنن به اورا. ما با اونا حرفی نداریم. این آقا از او جمله است، این آقا از او جمله است.
درست مثل حیوانات میخوان با هر زنی که اگر هوس کردن به دلشان خواست بدون هیچ قید و بندی هم خوابه بشوند. دین اجازت نمیده آقا جون. عرضه کف نفس نداری، برو اجل من البهایم باش. تازه خیلی خیلی که جلو بروید تو این آزادی ها میشوید، عرض کنم الاغ نر و الاغ ماده که در انظار مردم همه کارم میکنه. خب چی؟ اصلا افتخار و تازگی نداری. البته این یهوه یا خدا نبود که معلوماتش ناقص بود، از این چرت و پرتی که دیگه اصلا بحثی ندارم. من پنج آقای افشارا، چون من دکترای ما دکترا هم نداریم اصلا، خیالت راحت کنم بابا جان، ولمون کنی حرفا رو. نام سماس هفت طبقه است و که تو دیگه کلمه یاد گرفتن خوشش میاد نشخارش میکنه، من آیه سرحل میکنه. نه جناب افشارا، خدایی وجود ندارد که دنیا را ساخته باشد. شما دنیا را بند خدا همین میدونی، روی بدن منزل خودت میدونی. صحبت کائنات است، صحبت یوم دین است که اصلا عقلتون نمیکشه در اونجا. شما در همون کالبد چرخش کنید، خوب از فرق سر تا اونجا اونم تازه اگر بتونید. تو همون هایم که بابا ما میبینید قدیم ختنه میکردند، بعد سه روز بلند میشد یارو رو ختنش کردن، بیچاره یک ماه تو بیمارستانه زیر سینا و نتبا. شش، من در شگفتم که شما چرا کراوات به گردن آویختید. خب شگفت، شگفت داشته باشید، شگفت داشته باشید. صحبت چه ارتباطی؟ نه خواهش میکنم به خودتون زحمت ندید، چون شگفتی به هر حال یک عکس العملی داره در روح ذهن انسان. شگفت نکنید آقا جان، هر لحظه به هر لحظه به رنگی هر لحظه متعیار در آمدید، هر لحظه به رنگ دیگران یار در آمد. رو کد و نهار شد هست، کاری نداشته باشید. الو هستم، بفهم. آره به این صحبت ها کاری نداشته باشید، شگفتم نکنید آقا. عرضم به حضورتون که این لباسم همش آریتی است، ولش کنید. این آدمی را آدمیت لازم است، لباس ها را زیاد بهش اهمیت ندید. بعد این بی تردید معنویت از راه دین ها ایجاد نمی شود. شما درست می فرمایید آیه سربی، خواهش میکنم در این مورد اگر حضرت عالی با من زاویه داره نظرتون بفرمایید. من به اصطلاح متین ترین، آرام ترین، راحت ترین برخوردها و گفتار و شنیدارها رو در روحانیون دیدم. آقایون باید نگین روحانیون، یعنی ملاها، روحانیون ادیان. از یک آرامشی اینها بهره مندن، یک جوری گفتار میکنن، یک جوری استماع صحبت میکنن که انسان ماتش میبره که خدایا اگر گفتار اینه پس این ارهای این افراد دیگه چی هستش. میگه من روانشناسم، دانش آموزامون میاندن گفتن آقا ما اصلا این کلاویره که میبینی، آقا را که میبینی اصلا دهشت میکنی، حرف زدناشون اصلا استرس میاره. خودشون نشونده که آرامش درون ندارن، میخوان درس آرامش بدن به انسان ها. عجبا، این فایده دین کمالاتی به شما میده، آرامشی میده، یک بی اعتنائی به این ظواهر میده، در عینی که خیلی هم احترام میگذارند و اهمیت میدن. ولی از این آرامش شما یا آقای دکتر کراواتی بندی خدا نمیتونی بهره مند بشی. اگر 100 میلیون داشته باشی سر بزن به کلیساها، سر بزن به این عرض کنم سینگوها، سر بزن به این کلیساهای یعنی مراکز دینی ادیان مختلف و ببین تا چه اندازه اون افراد بردبار، راحت، ساکت و واقعا آدم باید درس بردباری و برخورد زیبا از اینها یاد بگیره که اصلا در فکر کرواتی ها وجود نداره. من نمیدونم این علوم امروزی چه کرده است که اینطور شدیم. آقای افشار ها من کتابی نوشتن به نام بررسی و تأمل در متن کتاب قرآن. بنده جواب شما رو در عرایض قبلیم دادم. اگر آگاهی نداری شما به همان علم ابدانتان به چسبید آقا از بواری پیش کشیدون.
لازم نیست در این مباحث عرض کردن در عرصفان قبل خیلی ها خیلی کارا کردن و بکنن. اوکی او کیپس که توجه میکنه این اهمیت داره. من نوشتم این کتاب رو نوشتیم حسنتون درد نکنه، اجرتون با همون چیزی که اعتقاد دارید. حالا پول از سرزم بخونه. اسم کتابشون چیه؟ یه تبلیغ مجانی براشون کرده باشه. بررسی و تأملی در متن کتاب قرآن. بررسی و تأملی های زیاردی که اگر اولاغ این غلطها رو بکنه دنیاش میریزه. به چاپ سوم هم رسیده، به چاپ سیصدم برسد. آقا در رشته خود چه کرده ای؟ من بچه رفیقم رفته به بیمارستان برای ختنه، ختان پزشک بوده، 20 روز ننه مرده، بدبخت به درش داره خون گریه میکنه. افراد عرضم به حضورتون که مخصوصی بودن اینا بهشون گفتن ختان، امروز می اومدن جراحی میکردن، 3 روز بعد بچه که لوچون به بازی میکرد تو کوچه. به کار خودتون به چسبید. آقا ولش کنید که علوم اینقدر منبسط و منشعب شده، چو کار داری شما به این مسائل؟ برادر من دوستانه میگم، نگید فضولی میکنن. بنده کی باشم که بخوام، ولی در پاسخ شما دارم میگم. بنده نوشتم خیلی بیجا کردی، خیلی سر خودتون بند کردی، خیلی مسخره کردی خودتون رو. آقای افشارها اجازه بدین تا شما یه نفسی تازه میکنین من درباره این چاپ سوم چاپ دوم یه توضیح بدم. دوستانی که اینجا کتاب چاپ میکنن، بله دوستانی که اینجا کتاب چاپ میکنن الان میدونید که کتاب رو شما میتونید نسخه‌ای، یعنی یکی یکی حتی چاپ کنید و بفروشید. بعد وقتی میگن چاپ سوم، اگه نگاه کنید چاپ اولش رو مثلا نوشته 3000 تا، تازه همون هم دروغه. یا 300 تا یا 500 تا یا اصلا چاپ نشده، منتظرن اگه کسی خرید همون موقع به ناشر میگن چاپ میشه. حالا اینکه بازارگرمی میکنن چاپ دوم چاپ سوم، یکی بگه خب شما اگه کتابت رو نوشتی و مردمم خواننده هستن کتابت رو و قبول داری که یعنی نوشتارت انقدر گویا و منطقی هست، دیگه چرا داری زور میزنی؟ بذار مردم برن بخونن و آگاه بشن. این کتاب قرآن، این کتاب بایبل، این کتاب تورات که میلیاردها نفر دنبالش هستن، اگه میخواستن مثل شما به چاپ اول و دوم 500 تایی راضی باشن که هیچ وقت جا نمیگرفت. که من هر روز از این افراد دارم که آقا من دکترم. آره درست میفرمایید، ولی اصلا پوشیده نیست. این همون تایید عرض بنده است که شما میفرمایید. یعنی در عرستان اینجا همه کارا همینطوره. شما من کتاب نمیشه چی گفته بنویس آقا جون، مفت خودتون بخونین کیف کنین، تموم شده رفت. شما صلاحیت اصلا ندارین، چه تخصصی داری، مطلب داری، نظرات برمیدارین فحاشی و نظرات میدیم یه کتابی نوشتم. خیلی خوب عجب شما با همون کتاب خوناش آخو. بعد آقای افشارا پرسیشی دارن که دوست دارم آن را با صداقت پاسخ دهید. بنده دلیلی ندارد غیر صداقت باشه. یا یک چیزی را نمیگوییم خیلی راحت میگیم نادر بیزنس، یا اگر چیزی را گفتیم عین صداقت است، چون تکلیف دینی است. از خوف خداست که نمیتونیم صداقت به خرج ندهیم. تموم شد. نه ترس قانون شما و پلیستون. بنابراین این قیده برای دوستان همکیش خودتون بکنید. آیا شما در کسوت آخوندی نیستید؟ یعنی چی کسوت آخوندی؟ خدا این افتخار رو نصیب نکرد. شما چی خیالت میگیسی؟ چی تصور میکنی؟ چطور شد در عرعرستان قبل شما هر عرعری را بکنید ما نکنیم؟ بله من ارزه نداشتم، نتونستم. یک چیزی نیستش که همه کس بتوانن، نمیدونم پریس بشن، کشیش بشن، نمیدونم خاخام بشن، آخوند شوند. به قول شما خجالت بکشید. آقای ارتشبودتون نادعلی میخون، ولی آن کسانی که با اعتقاد خودشون زدن و یک نخست وزیر رو در پیش ایران کشتن یا نمیدونم کسروی رو، فهرچه آمدن صحبت کردن که آقا ما کردیم
اینم دستامون بفرمایید. زمانی هم که به جوخه اعدام بستن که تیربارانشون بکنن، باز هم میگفت زنده با دینش، زنده با شجاعت اونه، خجالت بکشید. آقا بذارید بی پرده صحبت کنیم. شما بندگان پول و شهوتید، هیچ گونه هم در این مورد تردید نکنید و خیز گربه تا دم کادونه. به قول قدیمی ها، تا جایی پیش میرید که این امیال نفسانی شما سیراب بشه. در جای خودش دیدید چطور همه تنها گذاشتید ولی نعمتتون رو، مرحوم محمد رضای پهلوی رو، یادتونه. ولی اونها اینطور نیستن. کسی که اعتقاد داشته باشه چرا صداقت بخرد ندم؟ نه خیر، بنده در کسوت آخوندی نیستم، خیر، ولی آرزو میکردم که میبودم. و آن روز برای جلوی دوربین تغییر لباس نداده بودید؟ نه آقا جان، نه پسر جان، نمیدونم چقدر شما در خارجی. پس 31 ساله که فقط در کانادا هستیم، 5-6 سالم کشورهای دیگه خارج بودیم. نه، گاهی زنار میزنیم، گاهی هم نمیزنیم، کژوالی. اصلا فاتحه لباس بخوان آقا جون. گفتم به شما، آدمی را آدمیت نه این لباس زیبات نشان آدمیت. کروات زدید، نمیدونم صداقت بگویید، چون حرکات و اطوار و اقوال شما همه نشان از اخوندیست میداد. شما فهم ندارید در باری آخوند. یک روزی بنده به یکی از دوستانی که در سطح خیلی بالای دیپلماسی هست در کانادا، بهشون گفتم خیلی خوب هستش که یک رشته ای در دانشگاه به نام آخوند شناسی دایر کنیم. دیدم قاه قاه خندید، خیلی سطحش بالا بود. حفظ قید میکنم، نام نمیبرم. گفتم چرا آی فلانی میخندید شما؟ گفت عمریست که در دانشگاه ها درست کردن. ای بنده خدا، اینها رمز و راز دارد. همچی نیست که شما خیالت برسه هر کسی عرض کنم عمامه یا عبایی گذاشت این شد نمیدونم 40,000 برابر کمیتی آف 300، یعنی کمیته 300 و فراماسونری رمز و راز است در کارها. صداقت بین خودشون در اعلا درجه است، درست عکس جماعتی مشابه حضرت عالی که هر کس بیشتر پول داد به دیان را بیا ما با توییم. اینطور نیست آقا. نخیر، بنده از کنم از همه نشان از آخوندیس میداد. شما آخوند نشناسید، بنابرای خیالت میرسه انگشتری که در این است که هر کسی میتونه داشته باشه یا یک متدینی میخواهد از دینش صحبت بکنه، شما فوری میگید بروید آقا با خودتون و دوستانتان پش باشید. دو انگشتر علیق با آن بزرگی، خب تا کور شود هران که نتواند دید. هر کس هم که دید و پسندید، در خودم که لازم میدونم به احترام کسانی که دادن، تمام شد و رفت. ربدعای عربی بلغور کردن. خب شما هم زرزر انگلیسی میزنید، منظور چیه؟ فکرم نمی کنم انگلیسی خیلی بهتر از ما باشه. بگه آقای هست، آقای سربی، نمیدونم حضرت علی دیدید یا نه، آقای الله یاری باید معمولا دیده باشید برنامه رو. اسمش رو شنیدم ولی نه. بله، توصیه میکنم یک دفعه هم که شده تبذیر وقت بفرمایید و نگاه کنید به این جوان. 5 زبان زنده دنیا رو در سطح کنفرانس دادن و مباحثه، همه هم حلسنه زنده، 7-8 که هم ترعیات، یعنی مثلا زبانهایی که میگه تفاوت جزئی با هم داره. یک جوان آقا، برید نگاه کنید، خجالت بکشید از این دانشنامه های روی هم گذاشته، چه شما و چه ما و چه دیگران. درس خوندن آقا جون دود چراغ میخواد بخورن و زحمت کشیدن. ما فاتحه میخوانم به همون مدارکی که خودم از کلاس 6 ابتدایی تا آخرش دارم. 10 جلسه روی کلاهی که غرب دوخته و بر سر علم گذاشته صحبت کرده، به عنوان مدرک و مدرک دادن. حالا شما میگید نمیدونم که عربی بلغور کردم، بکنم، دانش هستم، عربی میدانم، ادبیاتش را میدانم، انگلیسی میدانم، فرانسه 60% بلد هستم. خب چی سواد؟
شما منظورتون چی که عربی بلغور کردید؟ آره، تا کوش شود آنان که نتواندی. الف لام شمسی و قمری را شما نمیتونید، اصلا خط فارسی بعضی از سبکار را نمیتونید بخوانید دلشای ایرانی ره. بعد اگه عرض کنم که غیر کمری و گردن میگن که عربی، حالا خب منظور چی که عربیه؟ بنده خداست، عربی کامل ترین اصله دنیا به فتوای سازمان ملل، تنها از عهده آخوند و آخوند مسلک ساخته است. برو خدا انشالله یک پول به من آقای سرمی میده، یک عقلی هم بنده خدا به شما بده که این که داره جناب آقای خدا پرستی هم هم بود پرستی. خیلی خوب، یه پرسش دیگر هم این است، اگر دنیا حادث است لازم نیست شما این صحبت ها رو بکنید، اول حد منطق و فلسفه دانی خودتونه بگید، بعد وارد حادث و حدوث بشید. هنوز فرق وجود و موجود رو نمیتونی بفهمی آقای دکتر. اگر دونستی بیا به برنامه آقای سردی و بیان بکنید فرق بین وجود و موجود چیست. حادث و محدوث میخواد اینجا برای من صحبت بکنن. هرچه انسان میخواد واقعا نگفته ها رو ناگفته بگذاره میبینیم نمیشه. باید گفت دیگه مهر ورزیده اگر در اندیشه پاسخ برامدی. خیر، خیلی مثال داریم برای اون که میگن جواب بعضی چیزا رو ندیم. خیلی برگفت این جور که به ما کنن برکس نکنن، این جفا که برخار کنن برخص نکنن، گوین جواب ابلهان خاموشیست، خاموش شدیم و ابلهان بس نکنن. خیلی مثال داریم داری برا. خیر، بنده جوابی نمیدهن. اینها هم جواب نبود، ارشاد بود. وظیفه شرعی من حکم کنه که این خواب طفلت بیدار کنم، خواب پندی رو خواب ملان، وگرنه من بیش از 200 اراجیف. نه آقا جون، اراجیف که ما هم گفتیم جلوتر از اینکه این رو بخوانیم جوابی نداریم ما برای این حرفا. اونهایی که هم پیش شما بودن، پیشی که نیست، هم فکر شما بودن، جوابهاشون رو گرفتن از روی تلفن. خیلی محترمانه کفاره هم میدیم برای که همین ها رو خوندیم و همین ها رو گفتیم، ولی خوب لازم بود. به هر حال کوریان بهشتی نگهدارتان باشن. خب خیلی ممنون. به هر حال باز همین آرزو رو کردیم، چون کوریان هم جز مقدسین و مقربین به حساب میان. از این بابت از شما ممنون هستیم. دکتر کوروش معمار 2016 یا 23 کالیفرنیا. به هر حال آیه دکتر کوروش معمار، بنده برای هر جنبنده ای احترام قائلم به اندازه که لازمشونه، برای حضرت عالی هم خاکزا. اگر یک وقت حرف ها سخت بود براتون، رنجش نکنید، ما رو حلال کنید، ببخشید، ندیده بگیرید. از دیدگاه اخلاقی شرعی به شما میگم، اگر نه در این جامعه ای که اون مهدی خله هستش در اون و اون تلی سابلاس که با قول آقای دکتر نصر احمدی بهش میگه مهدی کلپز، گفتم این مهدی کلپز چیه؟ به این آریا باقری میگفت بابا این آشپزی بوده نوعه کلیان دیگون، بهتر دکتر نصر بهتر نیدونه. اونها خیلی فخاشی میکنن، ما نه. امیدوار هستم آقای سربی که در این گفتار دقائقی که در این باره داشتن که اتفاقا بخت بنده را هم بلعید، جسارتی نکرده باشم، از همون حد ارشاد خارج نشده باشم، ولی اگر شده باشم از درگاه خدا عذرخواهی میکنم و از این آقایون هم میگم نشنیده بگیرن. همینو بس. ممنونم از شما. فقط یکم اینجا باید به شما و دکتر نصر احمدی بگیم به این بنده خدا اونایی که کله پزی دارن توهین نکنید، چون اونها تو اون سر تو شب و توی اون گرما و اینها وای میسن کار میکنن. اینایی که شما اصلا توهین نبود، بله بله شغلش بوده، بله بله خدا ما دوست نمیزنیم بردست. بله اونایی که من میدونم توی کالیفرنیا بیجان همینطور که میگید هر چه درآمد پایین‌تر میره، هر چه زحمت و کاری بیشتر میشه، بیشتر باید میسازن به دست. دقیقاً. بله البته ناگفته نماند، اگر خودمی اندازیم بر دست رئیس جمهور رو نمیدونم وزیر رو نخست وزیر، اما بوسه میدنیم بر کف پای کارگر. بسیار ممنون. آره این مسئله نه، اشون با عنوان شغل میگفت. بله بله
هرچی جسارت هرگز نداشتن و حق هم نداریم که داشته باشیم. حق را عالم بشریت در اونها. البته از یه نظر ممکنه با کله پزها به اصطلاح چیز داشته باشن وجه اشتراک، اون که کله پزه دور آتیش هست و داره کله میپزه برای صبح، اینا هم دور آتیش هستن، منقل و بافور و احتمالاً خوش باشن. خوش باشن. ممنون و متشکرم از شما. بسیار بسیار خوشحال هستم و ممنونم از شما آقای سربی. در مجموع برنامه داشتم برای گفتار، اما باشد تا وقتی دیگر. خیلی متشکرم، هستم، روزتون بخیر باشه. من ارزی ندارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. قربان شما، وقتم که نداریم دیگه. نه دیگه تمومه، یعنی 3-4 دقیقه وقت داریم اگه میخواین استفاده کنیم. نه من فقط همین آرزوی هدایت میکنم برای افراد، اول برای خودم. بله بله، بسیار ممنونم. دیگران و سعی بکنیم که قدری محدودهای خودمون رو بیشتر بشناسیم. هر کسی به همون جا و کاری که داره بیاد و فیض افشانی بکنه، بیاد توی برنامه خوب آقای سربی و امثاله هم و به هر حال برنامه بگیره، نشه تفکرات و اطلاعات خودشون رو بکنن. این انتظاریست که ما از دوستان داریم اگر فرصت داشته باشیم. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید من فقط اینفورمیشنی درباره ایمیل شما از اول برنامه هم بود، info@kaveacademy.com، و شماره تلفن شما هم هست 905-737-51-58. با اون توضیحی هم که دادید کامل گفتید که چون تا 1-2 ساعت دیگه در آفیستون هستید، اگر کسی تماس بگیره میشینم در حالی که نشستم کسی زدن همونجا پاسخگویم، چون کار دارم و میتونم اونجا صحبت کنم. بعد از اون بره رو انسیرین بگی صحبت باید که بعدها بتونیم ببینیم و بگیریم. بسیار ممنونم از شما، مرسی. بهترین ها رو دارم براتون، امیدوار هستم خوش و خرم و عرض کنم که معتقد باشید. شما هم روز و روزگارتون خوش. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم. ایشون خیلی هم به من میگن نگید دکتر، ولی من یادم میره. در هر صورت گفتهای ایشون رو شنیدید و میبینید همونجوری که دوستان تماس میگیرن، نظر میدن، ایمیل ارسال میکنن و ایشون پاسخ میدن، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، یا اینکه مثل دکتر کوروش معمار برید و کتاب بنویسید. خیلی هم خوشحال باشید که به نسخه سومش رسیدید. روز روزگار بر شما خوش. میبرمتون ایران با آقای حسن ارشاد صحبتی داشته باشیم. جلسه 103 برنامه است در رابطه با دلایل پلمهای اخیر، منظورشون پلم محل کسب و کاسبی بهایی است. من این برنامه را همونجوری که آقای افشارها نشستن، منم چون باید 1 ساعتی اینجا باشم کارهای آرشیو و بایگانی را انجام بدم، گوش میدم و احتمالاً نظر خودم را هم در رابطه با به اصطلاح بستن محل کسب و کار این دوستان بهایی خواهم گفت. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر، و بیاین که هممون امیدوار باشیم روزهای بهتری در انتظارمون باشه. من روی فیسبوک نگاه کردم، یک آقای از کانادا، کوروش معمار یا معماری بود، و اون هم نمیدونم در اصل آقای معمار یا معماری، اگر برنامه ما رو نگاه میکنید یا برنامه دکتر افشار، من ازتون دعوت میکنم که شما هم بیاین نظریات خودتون رو با مردم در میان بگذارید. مرسی دوستان، و بریم برنامه ها رو پی بگیریم. مرسی.